سلام درنه وایو صحارم په خیر زه سړي له باسينیم تاسو ته ارينو نیوز څخه د ورځې د پایلې اغاز وروسته پرونه ګوري تر ټولو مهم مسالو ته اشاره کوم چې د افغانستان بیلابلو رسنیو په تیرو تازه مواردو لیکلي د ارينو نیوز لکیپه کابل کې د ورنوس په هوټل کې د ميلاد النبي مراسمو ته ځانمرګي بریدګر څنګه نن غتلای دی په دغریپورت کې کوم ښک شول چې د بریډ د رنګوالی پاکل د مسؤولو سرچینو چیرې نه راوخل د کورانه چارو وزارت وايي دوی لدغو مراسمو به خبرو د هوټل خوند د مراسمو غډونوال وایي د غونډې په حقله امنیتي سرچینو ته خبر ورکړل په بریډ کې پنځوس کسان ووبجل شول او اتیا نور ټپیاندی دغه ویډیو کې د بریټ صحنه خېستل شوې ده مراسم د قران کریم په تلاوات په الکېدو په حال کې دي چې بریټ کیږي په دغو مراسمو کې شاوخوا 2.5 دیني عالم او خلکو غډون کړي و او میتی سرچینه وايي چې دویته د مراسمو په حق له خبر نو ورکل شوې او شرکت کوونکو په خپل د غونډې د هوټل خاون بیا وایي چې د خطر په حق له 200 زله د کورونې چارو وزارت ته خبر ورکړ خو په وای نه چې چا ورته پام ونه کړ مليمیه د رغه هوټل ټوله کمرې د څړن لپاره ل ځان سره وړې دي ځان مرګي بریټګر د تلاشی له څو پړاوونو ځان د غونډې لمړی کثار تر سوالي او ځان ته چا ودن ورکړي په بریټ کې 52 کسانو خپل ژوند له لاس ورکړي او اتیا نور ټپیان دي په ریالات کې آریننوز بیا حمله کې محمد محقق او د مليه والی حکومت له جوړېدو څخه په دې صورت کې ملاتړ کې چې واځي د ټاکنو تر سره کېدو اصول بهیر د مختوبلو مسؤلیت پر غاړه ولري د حکومت کې د فساد د پر سرنګوالي هم اندېښنه څرګنده کړي او ټینګار کوي چې د مليو والی حکومت ل ډېرو ننګونو سره مخ دی د لړمحال حکومت جوړېدل هغه تر هدا چې طالبانو سره د اصول خبرو تر پهلو روستادر سره نه ولا خو هم مطرح شو د جریریس دویم برستياله ري ننوس سره مرکه کوي ل د تر حملاتړ کوي خو په د صورت کې چې لنمحال حکومت تاکن وصول لپار کار وکړي خپل محقق د وصول لپار د خلیلزاد حادثه استای خو وايي په لومړی کې د هڅه کمزور وي نو مړی د ملي والی حکومت ته هم د کناي په شبا ویل لري نو مړی وايي فصاد او سنيخه حکومت کم متمرکز شوی اود ملي واله حکومت جوړېدو وکړلې کولسمشر نه دی عملی کړ نو پښتنه د چکه حکومت لننګون سر مخامخ دی ول د هواد غټ لپاره استعفا نکوي د ټینګار کوي چې سولې تد رسیدول لپاره باید یو منظمه تر هجوړ شي تو افغانستان متل پاتي صوبات رسیدي بیا هم داریا نه نیوز د خبر یو بلت سنډه د وای د راي ورکوونکو د بایومټریک شمیرو معلومات دري ورکوولو لپارهو سره د نمو مقایسه کوي د ټیکنالوژي د برخې رئیس وای د راي ورکوولو لپارهو سره د بایومټریک معلوماتو د نمو مقایسه کېدو یو دلیل په زیاتره مهالونو کې لدی سيستما نه استفاده دا ټیکنالوژرون کې بنسټونه بیا وای باید د راي او پانې د راي ورکوونکو له معلوماتو سره په بایومټریک د سکا کېم مقایسه شي د ټاکونکو په وراځو کې لبایومیټریک سیسټم ا استفاده د دې لامل شو چې ټاکنې په متفاوض ډول ترسره شي خو د ټاکونکو په وراځو کې ډېرې مرکزونه او محلونه لدې سیسټم به بارخې پاتې شول په پا همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټکنالوژي رییس وحید راورکوونکي د شمیرې معلومات له رايپانو سره نمقایسه کوي لبایومیټریک دسګه کې د هر راورکوونکي د ځنګړن او راجستر د هو کسانو د پیژندنې او لټون سبب کوي چې لې او ځلې د ډیرا رايکارو لوي دي ټاكنو څارونکو بنسټونو غواړي چې د راي ورکوونکو رايو پاړو مقایسه دي وشي په دوا ډیر شوالایتونو کې د دوا شاريش پاک مليون راي ورکوونکو معلومات لا بایومټریک د سکاود معلوماتو مرکز ته انتقال شي او ټاکل شوی د جینو ولایتونو د پولیسي جرګې د ټاكنو لومړني فایل د لیندې په دوايم او د کابل د پولیسي جرګې ټاكنو لومړني فایل د لیندې په لسمه ترسره شي بی وی سی لیکیدا ولسمشر غنی له قوله د کابل برید لغندلو سره طالبان نشکولای ځان له مسؤلیت وشغوري افان ولسمشر محمد اشرف غنی وای کابل کې د علماو پر غونډه د پرونی برید لغندلو سره طالبان نشکولای ځان له مسؤلیت وشغوري ترورز کابل هوایډ اگر ته نشدې د واده په یو تالار کې ځان مرګي برید لک تر لګه پنځه پنځه پانزوه کسان وژل او لاسګونه خاصان جوبل شو وصله او طالبانو بريد غندله وای د دوی کار نه دی بل کومي ډله هم د بريد مسولیت نه دی منل کوي غلي غني په ایمرجنسي روختون کې د پېخه ټاپيانو حال په ختر پرمحال ول د دغه بريد مسولیت د هغو پر غاړه چلو مړید ځلې ځانمرګي بريدګر افغانستان تر واسطه ول نوموري زیاتره کرا ده افغانستان په تاریخ کې او په خورا ناوړه حالت کې پړ دینی علما او قران کریم و و او مقدس مقدساتو دغه سپیروا بریدو نه شبی او دغه ټول حدود ماتوي هغه دغه راز وویل دغه بریډ پلان کونکی په غونډی هواد کې پټن ځایونه لري او لنډېوال ټولنی وښتل چې دغه هواد سره جدي چلان دوکري معمولا د غونډی هواد لن نو ماده افغان مشرتابه هدف پاکستان وی چې دوی د طالبانو پر ملاتړ تورن یو لنډېوال ټولنی پر لپسې غوړي شي فشار پر ایروڈی پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دی ولسمه شد غنی له طالبانو غوښتل چې د عمل په ډګر کې وخه شه د وینه تویدو مخنیوي او سولې راتګ لپاره عملی اقدامات وکړي طالبان کې راټول شوو کسانو چې زیاتی ديني عالمانو د مولود شریف او رضن منځله د افغانستان کورونجه وزارت په وینا و ژلشي او ټپیان ټول ديني عالمان او د دینی زده کړو طالبان دي روښتي چارواکي وې د زینو ټپیانو وضعیت نازک دی ځکه ښایي د وژړشو شمیر ډیر شي خو ځیني ناتایچوي ریپورتونه نا وایي چې د وژړشو شمیر 15 پته او د ټاپيانو شمیر یو سل شل تر رسیدلې د کورونې شاره وزارت وای نجیب دانش ل بي بي سي سره خبرو کې ویل په خک له ځایي محال سره سم ماخام سبانش پاک بجې د کابل هوایډګر سړک وګدو کې د اورانوس په نوم د دو ودونو غوندو په یو سالون یادالار کې شوی بی بی سی د افغانستان د کرکیټ فور حوالی لی کی د پاکستان سوپر لیګ بولې ته یوازې درې افغان لوبغاړي خېستل شوي د 2019 میلادي کال فبراير میاشتې په لیدونکې پاکستان سوپر لیګ څلورم پړاو لپاره د لوبغاړو خېستلو بولې د سشنبې په ورځ اسلام آباد کې و شو چې پکې شپږ لوبډالو ګرن کورنی او بهراني لوبغاړي خپل لوبډالو ته نیولې پداسې حال کې چې پاکستان سوپر لیګ یاد دغه هواډ کرکٹ غور لیگ څلورم پړاو لپاره ترشلو ډیر افغان لوبغاړي ډرافټ یا بولې بولې تھا اچھا ولشي وو خو یوازې دري افغان لوبغاړي په ترسر شوي بولې کې غوره شوي دی افغانستان لیگ ته تیز توپچاونکو قیص احمد شپږم ټیم په نوم لوبدل خو گولډ یا سروزرو په کټګوري کې نیول شوی دی همداسه چپلاس او روتو پچونکو ظاهر خان بس سپلیمینټری کټګورۍ کې اسلام آباد یونایټیډ پلووبډله کې زایمندلې وقار سلام خیل بیا دریم حق افغان لوبغاړی د چی پی خبر زلمی لوبډلې لخوا په سپلیمینټری کټګورۍ کې نیول شوای د کڅهم پاکستان غور لیگ څلورم پړاو په بولې لپاره افغانستان نام ټوليګ سپینر راشد خان محمد نبي اصغر افغان کریم صادق او ګړونو نور لو پاړو نو مخه تر غلی خو پورسو کې دا څه اواز خبر شي افغانستان کرکیټ بورډ نغواړي لو بغاړي د پاکستان په غړې لیګ کې لو ووکړي نو ځکه دا څه ګومان کوي کېږي پاکستان پا غړې لیګ بولې کې افغان لو بغاړي نه دی اخیستل شوی لاهم معلومه نه ده افغانستان کرکیټ بورډ په خپلواړتیا د پاکستان په پا غړې لیګ کې لوبیدو اجازه ورکړي کنه خو پاکستانی لوبغاړي د پاکستان کرکیټ بورډ له خوا اجازه ناخستو ورستاف خان غورلیک کې غډون نو خړای شاهید افریدی د پاکستان له خوا هغه یو وزن ای لوبغاره او چ افغان غورلیک کې پکتیا پرانغان لوبدل له خوا لوبیدلې او پاکستان غورلیک کې دات ځل هم شپګل لوبدل برخه اخلي او د څلورم پړاو اته لوبې په پکې و لوبيږي پای لوبا کراچۍ کې پلان چوي ده د افغانستان کرکټ بورډ وای دا محالې د ایمرجنګ لوبدل لوبغاری د پاک هندستان پر چنای خار کې په تامريناتوبو ختی چې د ایمرجنګ آسیا جام سیاله له پاره چم تواله نیسی د آسیا لید روان زیږديس کال د دسمبر په پی 15ه پاکستان پا بی بی او سيلانکا هیوادنو کې پیلې په ورته حال کې بي بي سي د بخلن نړیوال سازمان وروسته شمیروت مخکوي ویلي کې د بخلن نړیوال سازمان له قوله سعودي د بشري حقوقونو فعالانه لجنسي په لوه زورولي دو بجنن نړیواله ټولنې او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال بنسټ ویلي سعودي عربستان د غنوخ جنف علانو په ګډون د بشري حقوقو فعالان ربړولي او لجنسي پالوي زورولې دي سعودي چارواکو دروان میلادي کال په لمړیو کې د خدجو د حقوقو ګڼه فعالانه او یوشمیر اغې زمن مذهبي عالمان او روناندي نیولې دي د انسانی حقوقونو د دو دواړو ټولو نه په پا وینا پاندو کې د اښویو رابلوونو په تړاو جزیات خبر شوې د یوای د سعودي عربستان په ده بند زندان کې د اعدا ولمخې زندانانو ته بریک نه ای ټاکانونو ورکړل شوی او په مترکو و وهل شوې دي دا باندې نړیوال ټولنې په واینال برېخنې ټا قانونو په مترکو لو وهل کې دوه روزا زندانیان ګرځیدو درې دوه پاتیو دا واینا پالنې پر بنسټي وخت ځا د پلاتون کول لوري چې پر مخ نو یا ماسکونه ول جنسی په لوه هم زورول شوې ده د بشری حقوقو تر بنسټ بیا خپل واینا پاړه کې زندانیانو ته د برېخنې ټا قانونو د ورکړې په مترکو دوهالو خبره کړي او زیاته کړي دا چې لکه لګه درېخه دې په زور ب هغه کې اخیستل شو یا هکول کل شي ودی د رپورتونو ورسره هغه خبريږي چې د سعودي عربستان پچا سلمان او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال په نظام کې ځینې اصلاحات اعلان کړل او په دیل لړ کې د خځو پر ګاډي چالوول لګیدل بندیزونه حمله کړل د سعودي د واکمنانو دا ګام د نړۍ په لرو برکه وستایل شو خو د سعودي منتقدان یا نیوګر وایداه چې د حکومت مخالفانو پر ضد لس سخت ګامونه سرمليوي په سعودي کې د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاریخوال ریپورتونو په داسې حال کې مختره زیریات د خپل یو منتقد واشنگتن پوسټ د جرنالیسټ جمال خاص خاصق جی د وشن علامه له سخت نړیوال فشار سره مخ امخ سی اې په دې رسو کې د رپورتونو لمره خې دې پایلې تر رسیدلې چې ولیاحت محمد بن سلمان د خغلی خاشق جی د وجنې حکم کړو شونه د چلبشری فلان سره په توقيف کې د ناوړه چلن ادعا پر سعودي واکمنانو نړیوال فشار لاپسته یاد کړی آزادۍ رادیو توورجو د دوه افغان کورنۍ غړي چې اروپا ته تلل د ترکیې په ووبو کې ډوب شول د افغان کورنۍ غړی چې اروپا ته تلل د چاړشمبه پورز د ترکی په بوکه ډوب شل د ترکی په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی د چاړشمبه پورز آزادې رادیو ته ویل د افغان کورنۍ شنن له ترکی د یونان پلوری خوا زېدل وی کښته دی د ازمیر په بوکه ډوب شویده خو غله بارگزای وای دغه دوه کورنۍ دو لتوارلس غړیو یو واجب دوا ته نه یي ترکی مامورین او غورل یو دولس نوچې خځه او ماشومان پکې شامل دي وشل شوې دي دغه افغانانو د مړینې لامل انسانانو د قاچاغ شبکې غني بارګځوي تر اوسه دغه هلاک شوې جسدونه نه دی پیژندل شوی چې د کوم ولایت اوسیدونکو په وي دغه په وینا کله چې دغه جسدونه و پیژندل شي پی افغان کونسل ګرایي به هواد د لیگل دولو لیک دې دوو اقدام وکړي په سنبول کې د افغانستان جنرال قونسل وایداد ترکیه پوبو کې د افغانانو د دوبې دوه لومړی پیخ نه ده دغه خبره حرمیاج د ترکیه پوبو کې د پاناغښتونکو لسکونه کې د دوبيږي چې په تلاشه وي کې افغانان هم شامل وي په سنبول کې د افغان کنسولګری د مسولینو په خبره د مګړې په تورکیه کې سلګو نظر افغانان په غیر قانوني توګه وسېګي چې په دې وروستیو کې هیواد ته د بیرت استنولو لړۍ تيزه شوې ده که څه هم په وروستیو دوو کلونو کې د پناغښتونکو لپاره د تورکیه او اوروپا تر منځ بولې تړل شوی خو د خاغلی بارګزی په وینا کوم افغانان چې په قاچاقیتوګه تورکیه تر رسیدلی هڅه کوي چې اوروپا ته ولاړ شي بلخ او د افغانستان او کورونی شورو وزارت وای د شپږو کسانو جسدونه چې ګومان کیږي افغانان دی لسر ذمہخه د ایران او ترکی تر منصبوله کې د ایرانی پولیس سره هم دلشيوي چې هویت یې لا معلوم شوی نه دی د ترکی په استانبول ښار کې د افغان کنسول په خبره کې دیشي د دا دوه شپږو کسانو په مرینه کې د انسانانو د قاچاغ د شبکي غړي لاسولري ایا هم ازادي رادیو د سکارت ميلر لقول ليكي چې په افغانستان کې د وضعیت ارزونه کوي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو ممي قومندان جنرال سکارت ميلر د غزنی امنیتي وضعیت در ځوانې په هدف د چاړشمبه پورز دغه ولایت ورغله او ملر په غزنی کې له دولتي او نظامی چارواکو سره په لیدره کې پر جین او مسائل خبرې کړې دي د غزنی والی هوهید الله کلمزي له دغه لیدنې وروسته رسنۍ ته ویل غزنی ولایت لټيري وکال راهیزه د مخالفینو لامنيتي تهدیدات سره مخ خو خغلی کلمزي د دې ترڅنګ په جین او نورو پلانونو مشورو له سکارټ ملر سره خبرې وکړي سکارټ ملر هم په خپل خبرو کې وویل پداسهال کې چې د غزنی سفر ولایت سفر کوي سکارت میلر په پداسهال کې غزنی ولایت سفر کوي چې دغه ولایت ل 1610 نه ای یو مخ سقوط د څلور مرکزونه د وسلواله لور محاصره د دریو لارو بندي او د پاتې نور یې مرکزونه د غزنی خار ته راول شوې خو د دې ترڅنګ حارشپا تر صحارې د غزنی د خار پر کمربندي پوسټ او جکلي رواني رادیو را وزاري اقتصادي برخه توورځي لیکي اقتصادي ستونزو په هرات کې او شمیر بیت ځای شبې کورنۍ د خپل لونو پلورلو ته اړکړې دي په هرات کې ولایت په هرات ولایت کې او شمیر بیت ځای شبې کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپل لونو پلورنو ته مجبور شوې دي په افغانستان کې د سخت کالوچ کال له لباډریس او یو شمیر نور ولایتونو لزګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوهي وو چې کله د بادغیس ولایت اوسیدونکو محمد حنیف اړ کډه خپل کور او کله پریګ دی او هرات ولایت ته کډه شي فقره او نوړې اقتصادي حالات محمد حنیف دومره مجبور کړي د یو سل شل زرافتنې په بدل کې خپل 15 کلنه لور و پلوری اختر محمد د بادغیس ولایت له غورماچولو سوالې څخه به ځای شوې ده نو موږ هم اقتصادي ستونز ور کړ چې د یونین لک افغانیو په بدل کې خود خپل دوه کلن لور پلورلو تا چمتو شي تر دې وړاندې د هرات د کاروتونیزو چار ریاست ویلو چې په هرات کې د بیځای شوې کورونې شاخه اويام شومن پلورل شوې دي د افغانستان په لوي دیس کې لطیفی خسر د مبارز رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وای تروسې لېول زر کورونې سره چې د سر 26 مخه اصلي بیځای شوې تثبیت شوې دي مرسته کړې دا د امریکا غاګ آشنا د ویب سټ د معلوماتو مخه د داعش طالبانو دا کابل ډلې د کابل بریډ چاوکر د کابل ل بریډ چاوخات سلیریش سات او روسا د افغانستان کورونی چارو وزارت مرسیال اختر محمد ابراهیمی موبایل بریډ د پاکستان ل ملاتړ برخمنو ترخه کړو ډلو کړای غره د پریګوتا مخامخ طالبانو ته تا ونیول وی طالبان حقانی ډلو د داعش چې پاکستاني ننګ کوي داډول بریدو نه کوي خغلی ابراهيمي امریکا غکته ویلی تیرو تجربو ته په کتو په کوم بریدو نه کې چې تلافات یان ملکي او جنې زیاتوي طالبان مسولیت نمنې خو طالبان بیا وایي چې بریدو نه دی کړی او داعش هم لا تر دې دماڅ نه دی ویلی په دغه برید کې شاوخوا 50 کسانو جل شوی او او یا نور جوبلی پرځینو افغان امنیتی چارواکو یو نیو کړه د دې لکومي پلاتنه پراته تقریبا د هر امنیتی پیخې پړه د پاکستان پر استخبارات او طالبانو او نورو ترګرو ډالو اچوي مذهبي انګیزه په کابل کې د دینی عالمانو د شورا یو غړی صلاح الدین هاشمی وای دبر د خدای او پیغمبر د مخمنانو کړي هغه ونول چې د خدای او پیغمبر د مخمنان سوګ دي په تیر وخت کې د دایښ دله هم پر شی یا افغانانو بریدون کړي او چا اساسي مذهبي اختلافات بلل کیږي یوب یوبل افغان دیني عالم عبد القادر قانث واي په افغانستان کې مذهبي اختلافات او جینې دلشت چې مذهبي اختلافات تا لمن و هي خودو رحم نه چې خبرتر قتل او قتال ورسیږي غالي قانټ ابريګه تو ول په افغانستان کې د ژبنه او قومي مسلو ترڅنګ مذهبي اختلافات هم شته خدا فرعي اختلافات دي زما په باور زینې تکفیری ډلښت چې د اسلام په اړه ډېر معلومات نه لري دا او په ډیرو جزئي مسایلو د کفر فتوا ورکوي دغه ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات راو parوي نو موري دا تکفیری ډله مشخص نه کړي خدای استلاب په عراق او ایران کې د داعش ډله او دغه غړو تا کارول کېږي تکفیریان چې پر نورو د کفر فتوا لګوي په افغانستان کې د دینی عالمانو یو سرتاسری شورا ده چې زرګونا غړی لري دغه شورا وخت نا وخت له طالبانو سره د سولې په مذاکرات او ځینو نورو مسایلو هم څرګنده ونی کوي هم دا څومره مهمه ده دغه شورا زرګونا غړو په کابل کې یو غونډه وکړه او په افغانستان کې ځانمرګي بریدو نورونه جګړه حرام اعلان کړه طالبانو دا غونډه او دا پریکړه غندلې و د کابل د میلاد النبی د غونډي او تنظیم اون کې چینه یې غوښتل نو مې واخل سل شي امریکا غوښتل چې له طالبانو سره په جینو مسایلو کې اختلافات شته خو نه پوهیږي چې دا بری طالبانو کړی کابل شي افغانستان ل السي زراهي سپ جنگ کې ګیردای شي سیاسي او نور د لایل لري خو په افغانستان کې په ښکارا د مذهبي جنگ کوم ثبوت او دلیل نشته عم دا څوره زم مخ کې په کابل کې جینو کارپوهانو اندېخنو خو دا چې د لشکري فاطمیون په نامه د شیا هزار افغانانو جګړه ماران خای په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره سر خوګې جوړ کړی د ریپورټ لمخې د ایران په 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 به هم د امریکا غږ لیکی پروګار کې د افغان پوځان عملیاتو کې د وو ملکانو د وژلو ادعا شوې د لوګر ولایت په محمد اغه ول سوالي کې تیر شپه د افغان ځنګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې شمیر کا سان وژل شوې چې د سیمه د خلکو په وینا ملکی وګړې دي د عملیاتو دی ول سوالي په آب بازک سیمه کې شوي د سی بی او سی دون کې وای په دغو عملیاتو کې ګډ ځواکونو تر سره کړی لاملې وو ملکيان وژل شوې او 15 نوور دی 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 پیخ د پیخ د دې پیخ په خبرګون کې نن سهار د سیمې اوسیدونکو د کابل لوګر لوی لار هم د څو ساتونکو لپاره د اعتراض پټو غټړل لوي حکومت یې وغښتل چې د دې پیخ عاملین ونې او د قانون لمخې سزا ورکړي د لوګر ولایت مقام مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې دغه عملیات د صفر یو ځانګړی قتيل لوري ولایتي مسولینو سره له هم غږی پراته شوې دي سرشل زیاتوی چې د پیخ پلاتنه پیل شوې څو معلومه شي چې وژل شي کسان ملکی وګړي دیو کا او سلوال طالبان دی تردا مهااله د سفر یو قیم مسولینو هم په دی اړه څرندی ویلي په ورته وخت کې د وسلوال طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد رساله ته پیوسته ویلي خبر پاڼه کې ویلي چې په دی عملیاتو کې د دوی ملګرو تمرشب لنډه وخته او د پی کې ټول قربانيان ملکی وګړي دي د ژان روسا بهआम د اغازيروس خبرونه دوام پیدا کوي لاندې د مخلوبیت راځي درود و صبحتان بخیر باز هم به یکی از برنامه های آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید آقای سلیمان کاکر فعال مدنی در سیدیو با ما هستند تا در مورد نقش نهادهای مدنی در روند صلح افغانستان بحث و گفته داشته باشیم آقای کاکر خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز روز سلامت باشین سلام و صبح بر شما تمام بلاد تلویزیون نیوز نخواست میخوام بپرسم که نهادهای جامعه مدنی یا فعالان مدنی از روند صلحی که در افغانستان پیش میره چه تعریف دارن؟ خب باید دوار شم نهادهای مدنی فعالین جامعه مدنی بیشترین نهادهای مدنی ما به مختلفه مختلف و برخشان به دلایل سب آوردن ثبات در افغانستان آوردن یک میتود درست تحصیلی میتود درست سلحا هامیز در افغانستان ایجاد شدن که تمامشان قشر جوانان نباشند و خوب نهادهای مدنی پروسه سلح در افغانستان را یعنی از تر خودشان از نظریات خودشان یعنی یک یک رواند عالی برای اینده بهتر افغانستان دانند و پروسه سلح افغانستان نه تنها مربوط افغانستان برای که پروسه منطقی و فرا منطقی میخوانند خوب نهادهای مدنی یعنی افراد که مصروف فعالیت هستند در بخش سلح و تمام از نهادهای های مدنی در داخل کابل و دیگر ولایت ترها و پیشنهادات بر دولت داشتن البته در رابطه به پروسه صلح خب یگانه خواست یعنی که ما بتانیم تمام از نهاد مدنی افراد که در نهاد مدنی در جامعه مدنی مسئول فعالیت استن، خواست ما یعنی خواست در،, در, کل جامعه مدنی از دولتی بوده که خوب بیشترین قش جامعه مدنی را جوانان تشکیل میده و دولت باید در پروسه صلح در مذاکراتی که دارند در نشستایی که دارند به هدفی که بتوانند یک صلح پایدار دائمی در افغانستان تامین بسازند نقش اساسی و نقش بر جوانان یعنی در کل بر جامعه مدنی نیز داده شود خب در, در هر کدام از جلسات در هر کدام از مذاکرات باید برای جوانان بر نظریات جوانان بر طرحهای جوانان نقش اول داده شود یعنی در کل در, 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 در زیاد توجه صورت بگیرد آیا شما در نشست ها و طرحهایی که حکومت برای روند صلح از از, از جامعه مدنی خواسته شرکت داشته یا تحتان در نظر گرفته شده؟ خب در بعضی ما نشست داشتیم در بعضی هایشان ما ترهای ساختیم نظریات و ساختیم خب در کل به تمام جامعه مدنی فعالین جامعه مدنی حتما یک نفر و داشته و در نشست ها مذاکرات صلح به خاطر افغانستان یا خوب همیشه ما کوشش کردیم ترهای بسازیم نظریات بسازیم, بسازیم که بتانه مفید تمام شد در پروسه سال و بتانه از هر نگاه از نگاه حقوقی از نگاه همنتی از نگاه تحصیلی از نگاه فساد داری از هر نگاه بتانه تهر کامل تر باشه و بتانه یک جایگاه یعنی یک نقطه مفید را بر در عرصه پروسه سال بر دولت پیشنهاد بکنه آیا تا کنون نظریات و پیشنهادات شما و شما در نظر گرفته شده و مطابق با اون عمل شده شما نشانه ای دیده؟ خوب بدبختانه بگویم که بیشترین از پیشنهاد ما یعنی طرحی که ما میسازیم یعنی قابل قبول دولت ما نمی خب یعنی برای هر دلایل مختلفی که می باشد اونا خودش میداند خب ما فعلا برای چهار طرح مهم به خاطر پروسه صلح دائمی در افغانستان کار میکنیم یکی با در بخش اول باید مبارزه با فساد اداری باشد یعنی مبارزه با فساد دوم حوالت دادن به تعلیم و تربیه و بار ساختن توانمندی های جوانان باشد و سیم حفظ حقوق بشر و ترویج حقوق بشر باشد و چالم همین نقش همی خل سال نبودن افراد غیر مثلا و های محلی باشد ما چمی چهار طرح مهم بوده که ما تا جایی که معلومات کردیم تا جایی که تر یعنی پیشنهادات خود ما بوده ما سروی داشتیم امی چهار طرح که باید نقش اول اساسی را در پروسه های صلح در مذاکرات صلح داشته باشد ما بر دولت و به مسئولین اونایی که در بخش صلح نشست های مذاکرات های میداشته ما پیشنهاد کردیم بله چرا به نظر شما طرها و نظریات از جامعه مدنی و جوانان در نظر گرفته نمیشه حتی شورای عالی هم در شمار زیادی از موارد تصمیم گیری زیادی داشته باشه خوب از ما تا تو حد توان خود کوشش می داشته باشیم که منعیس یک شخص جوان در کل جوانین فعال مدنی در افغانستان ایفای وظیفه خود را به شکل درستش یعنی صادقانه و همه جانبه بنگریم خب ما طرح می سازیم یا یعنی نظریات پیشنهادات انتقادات خب یعنی اشاره شما کردین که چرا از طرف دولت یعنی عملی صورت نمیگیره یعنی چرا برش رسیدگی حالا سوال واقعا حکومت یا دولت میخواهد که نظریات اعضای جامعه مدنی و دیگران را در آمدن صلح و ثبات داشته باشه اصلا آمدن صلح و ثبات در دست حکومت و دولت افغانستان هست که بخواین دیگران هم نقش داشته باشند خب در کل باید داور آوردن صلح و ثبات در افغانستان قسمی که پیشتر داور شدم نه تنها بس منطقه داخل افغانستان نیست بلکه یک بس فرا است خب اگر ما فرض کنید ما یک تر هم سازیم و به طرح ما صورت نمیگیره در ولایت دوردست افغانستان یعنی در مناطق ناامن که فعالین جامعه مدنی ما اونجا زندگی میکنن یعنی نفوذ افراد مسلح غیر قانونی و ملشه های محلی باعث کندی فعالیت اینا میشد فرض کنید ما از اگر ولایت دوردست نباشه اونجا ناهم نباشه ما طرح میسازیم برای دولت که اینجا نه هم و فعالین جامعه مدنی و در کل تمام شهروندان جانشان در خطر هستند اینا نمیتونن درست به فعالیت هایشان ادامه بدن یعنی وقتی که دولت اونجا رسیدگی کرده نمیتونه و یعنی قادر به این نمی باشه که امنیت تامین بکنه قادر به این نمی باشه که خل سلا بکنه ملیشه های محلی و افراد غیر محصول که هستند خب امی بر ما نماینگر است و امی بر ما پاسخ سوال های ما هست که دولت نمیتونه به ما رسیدگی اگر ما شکایت میکنیم که این ولایت ما باعث کندی فعالین جامعه مدنی شده دولت نامه اونجا را پاکسازی نمیکنه از ملیشه های محلی و افراد و غیر مسلح غیر قانونی خب همین یک پاسخ به طرح ما میباشه که به طرح ما صورت نمیگیره به نظریات پیشنهاد داد ما رسیدگی صورت نمیگیره بله حالا نظر به این حرف شما هم جنگ افغانستان به خاص و دست خود افغانها ها تحریزی نشده و راه اندوزی نشده ده. پس در صلح افغانستان هم خود افغانها و اعضای جامعه مدنی حکومت نقش چندانی هم نخواهند فعالیت از جامعه مدنی میتونه چه معنی داشته باشه اصلا دلگرم از هستن که بعد از این در این عرصه فعالیت داشته باشین یا نه تعریف و تحلیل که از صلح برامده خب پس باید شوم سوال اجتماعی هم نظر داشته باشیم خب اگر ما بخواییم اگر همه دست به دست هم به تیم فعالین جامعه مدنی دولت مردان ما شهروندان ما میتونیم به یک صلح دائمی برسیم خوب از حالا بیشترین نقص یعنی ضرر که برای حکومت فیلی ما برای دولت امروزی ما هست و همی عدم صلح اجتماعی است و خوب از امی تفرقات نجادی است قومی است منطقی است خوب تمامش از درون دشمنان تانستن از درون برای ذهن شهروندان ما جایگزین کنند تا وقتی که تمام از شهروندان یعنی افراد هستند کمی درونی, درونی درونی یعنی میگن میره بخش قوم پرستی است و همی تا وقتی که می در از درونن که بالای شهروندان می تاکید شده خودش نماینده از مخالفین دولت میگنه من و افکار کندشان بالای شهروندان تاکید میکنن و می مخالفین دولت هم یعنی در بخش های دوردست از افغانستان که هستم ولایت دوردست هم از همه سرچشمه میگیر از همی اشخاصی که با کندی یعنی نجات پرستی و قم پرستی و بعضی از گپای دیگه مواجه هستند و ما فی حال مدت هایی می که شخصا خود ما و افراد دیگر که در بخش جامعه مدنی فعالین مدنی در کل در ولایت کابل و بعد از ولایت دیگر که فعالیت های داشتن بسیارین در فعالیتشان در قشن جوان بوده خب یعنی این ساز کشور جوانانی باشد یعنی در کل ما در بخش صلح همیشه کوشابایی بودیم که حقیقت باشیم نه تخمینی صحبت نکنیم تکنیکی یعنی هر چیزی که واقعیت گرا چیزی که در جامعه هست بیم صحبت کنیم صحبت های تخمینی صحبت های... یعنی صحبت های مکانیکی صحبت های روی خطی خب میبینید دولت افغانستان ما را به کجا کشونده ما همیشه کوشابایی بودیم یک چیزی که واقعیت میبینیم بیم روی صحنه امور را بگیم چیزی که واقعیت می بینیم در طرح خود جایگزین کنیم چیزی که واقعیت می‌بینیم مگر در نظریات پیشنهادات انتقادات خود جایگزین کنیم و هیچ وقت نخواستیم ما مکانیک صحبت کنیم اک. خوب است ما قشر جوان در کل فعالین جامعه مدنی همیشه بدبختانه بگیم در اوزای فیلی افغانستان که اصلا فضای مناسبه برای مبارزه با ما برای صلح نبوده مبارزه با هر نوع مشکلاتی که در پیشوری ما اصلا نبوده ما باز هم دست به دست هم داده همین قشر جوان به خاطر فردای بهتر افغانستان به خاطر نفع ملی افغانستان کار میکنیم و کار خواهیم کرد بله تشکر از حضور شما آقای کرد در برنامه آغاز روز موفق باشین دا غاز روز خبرونه ګوري د سیشن به پورس په کابل کې خونړی بریت در سره دینی علمان او د افغانستاني او شمیر وګړي پكي وژل شول شي پاغي کي زیاتره حرکتانو چې د ميلاد النبي يا د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د زوکرې د مراسمو د تجليل او منځل پر راټول شيو په دین ناس کې چارواکي نو سیاسي بحث نو نور مسایل نو خو په پا پایله کې 1550 کسانو وژل شو او نوي ډېر نور جوړل شو د بری څنګت سره شوچا تر سره شو سر کترو سره پورې هم تاودو باسون پر روان دي ولسمشر غونډه هیوادونو ته غوتني سي استخباراتو او کشفي اورګا نو پټ شي نیوخه روان دي په یاني حالت کې د وټل چارواکو ویل دي دوی کورونې چارو وزارت ته خبر ورکړو چې امنیتونی سي کورونې چارو وزارت و یا د امنیت په اړه دوی ته خبر نو ورکړه او یو ډول تناقض او زیدوناقي سترګنو موجودي ريپورتو پام وکړئ پدغه ویډیو کې د بریټ صحنه خسل شویده مراسم د قران کریم په تلاوت د پیل کې دو روان دي چې بریټ کیږي ای حمله برای مو نه بودم ای حمله برای قران بود ای حمله برای محمد رسول الله بود ای حمله برای وارثین پیغمبر بود ای را به هیڅ ای توجې نه مشت پدغه مراسمو کې شوخه د نیمو زرو دینی عالمانو او خلکو غډون کړي وو امنیت څارچینه واې چې دوی ته د مرسمه په حق لا خبر نه ورکړ شوی او شرکت کوم کو په خپل د غونډې امنیت نیولای وو اقا مصاحب وړاندنورې ما غوښین چې ستوت مې شم یو رقم کوفر وګویم به ما کوم مکتوب نه اومده به جګا کو ما کوم مکتوب مې اې د امر د مو معلومه ما یې مې انچره چې ما سپولیس کوبل دری افردم رسمانه کوم اسناد یې په در اختیار پولیس کوبل نیس کینو اطلاعوله به شنه ماږي صورتکې د هوټل خاون بیا وای چې د خطر په حق لې څو ځله د کورنی چارو وزارت ته خبر ورکړ خو په وای نه چې چا ورته پام و نه کړي ما در قسمت اول کوم مسولیت دروځه در را داشتیم او د ورو قسمت ما تدویر امنیتی کې ګردای ما اس تلاشی میکردند دوه نقطه دیګره خوده مافلدار او امي جناب مفتي صاحب و مسولین از خودشان چی کرده ودان امنیت میګرفتند میلی امنیت دغه هوټل ټوله کمرې د څېړنو لپاره لجان سره وريدي ځان مرګ بریټګر دي تلاشی لټو پړاونو ځان د غونډې لمړی کټار تر سوالې دی, دی. دی سوال او ځان ته 14 ورکړي ده په بریټ کې 500 کسانو خپل ځان لاسو ورکړي او اتیانور ټپياندي په همدې مسلې او ځل بیا ته هم کیغو په نور ورخلونی بحث کو را سرا پ سټوډیو کې دلته د په هنتون استاد او دیني عالم خاغل محمد سالم حسني موجودای، ښایي حسني ډیر خوشامد، تشکر میکرم چې دعوت ما را پذیرفتین او د این سوبګاهی تشریفا وردر. نوخستین سوال کې بعد از حمله سې شنبه بارها و مکررا در اذهان به وجود معیین است کې این حمله را کی انجام داد. در تا حال مشخص گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته مراسم میلاد النبی بود و در آنجا هزار که تشریف داشتن کسانی بودن یا عالم دین بودن یا هم شهروند عادی بودن که خواسته بودن از این روز مقدس اسلامی تجلیل بکنن حالا سوال اینجاست که این حمله را کی انجام داد و به خاطر چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استاین انه خیر و ناصر و ماین با عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان بزرگوار برنامه به عرض تسلیت به مناسبت شهادت تعداد زیادی از شهروندان و هموطنان ما و شما و آرزوی شفای عاجل برای زخمی های این حادثه علمناک سه تا نکته اینجا قابل ذکره اه. نکته اول که واقعا این حادثه یک حادثه بسیار دردناک و واقعا مثل سایر حوادث تروریستی که در کشور ما شما اتفاق میفته حمله بر غیر نظامی ها و حمله بر افراد عادی و حمله به یک محفل مذهبی واقعا هیچ گونه توجیهی نداره و این نشان میده که تروریست ها و دشمنان مردم افغانستان به همه گروه ها و اقشار مردم حمله میکنه و آنچه که برای از اونا هدف است عزت اقتدار آرامش و جانها و زندگی مردم افغانستان بر از اونا هیچ مذهب هیچ قوم هیچ زبان مهم نیست اونا چه در پکتیا باشه چه در پکتیکا باشه چه در خست باشه چه در بامیان باشه چه در غزنی باشه چه در قندوز و ننگرهار باشه بر هیچ فرق نمیکنه مهم اینه که چطور بتونه جامعه اسلامی افغانستان را ناآرام بکنه و مردم را به خاک خون بکشانه این نکته اول که واقعا از به هیچ دین و آینی چنین حملاتی توجیه نداره و به فرموده قرآن که میفرماید من قتل نفسا به غیر نفس و او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعیه واقعا مصداق اتم همین آیه که ای قتل انسان های بی گناست و بدون موجب و این نشانگه نشانگر همو محاربه با خدا و فساد فی الارض یک نکته نکته دوم ای که تا جایی که ما اطلاع گرفتیم و معلومات کسب کردیم در این بحث این محفل توسط تعدادی از مؤمنین و مسلمانان از طرف مولوی صاحب ها در هتل اورانوس برگزار شده بود که از لحاظ فرق مذهبی متعلق است به گروه صوفیه و از طریق نقشبندیه و اینها در کابل و هرات و جاهای دیگر پیروان زیادی دارند که اینا مزامین اسلامی و آموزهای اسلامی را از طریق همو مکتب خودشان و برداشتهای خودشان تعقیب میکنن و هر از چند گاهی مجالس را دایر میکنن و در مجموع جمعیت خیلی فعال و جمعیت خیلی قابل اعتماد برای مردم افغانستان و خیلی از مؤمنین و مسلمین با اونا رابطه دارن و متاسفانه حمله به اینها ای اولین حمله نبوده شما میفهمید که چند سال پیش در کمپنی در یک از خانقاهای هاینا حمله شد و چند نفر اونجا به شهادت رسید از مسلمانان و حمله او شب هم در همین محفل از اینها بوده که متاسفانه تعداد زیادی از این بزرگوارا به شهادت رسیدن برخی از گزارش ها 55 میگه برخی تا و سه، و پنج و ها تا 63 65 شهید ما گزارشاتش را داریم یک پس بنابراین یک علت میتونه علت ایدولوژیکی باشه آه، آه، که آه، سلفی های تکفیری سلفی های تکفیری منظور موکسانه کسانی هستند که یک قرائت خشین و یک قرائت وارونه و خشونتبار از صدر اسلام داره و فکر میکنه که پیامبر بزرگوار اسلام و سلف صالح ما و وارثان پیامبر اینا کار جز کشتن و جز تکفیر و جز از بین بردن دیگران نداشتن اینها به این باور هستند که آنچی که خودشان می درست است اسلامی است و آنچی که دیگران هستند همه کافر است و محدور و دم همه فرق مسلمین را اینا مشرک می دانن غیر از خودشان همه را کافر می دانن و از جمله گرفتن مراسم میلاد و جشنهای مولود شریف را اینها شرک میدانند و بدعت میدانند ناجایز میدانند اینها کی هستند؟ مرز کردم سلفه های تکفیری سلفه هایی این که این واجه یا اصطلاحی که شما با کار بردین دقیقا در سوریه و عراق و داعش گفته می‌شد. هدفتان دایش است سلفی‌های های تکفیری یک چیزی بسیار کلان است یک, تف... یک تفکر افراتی یک قرارت افراتی از اسلام است که ای در شاخه های مختلف بروز کرده مثلا القاعده خودش یکی از شاخه های همین سلفیه تکفیری است طالبان خودش بخش دیگری از سلفی های تکفیری است بوکو حرام سلفی های تکفیری است داعش سلفی های تکفیری است اینا کلش در زیر چتر و پشتوانه های فکری از اینا خب از محمد ابن تیمیه برمیخزه و بعد می در اندیشه های محمد ابن عبدالوهاب تجلی پیدا میکنه و بعد در عربستان سعودی اینا پایگاه سیاسی پیدا میکنه و در مجموع ما نمیخوایم که سیر تاریخی اینا رو بررسی بکنیم در مجموع سلفی های تکفیری یک اندیشه کلان است که متاسفانه در درون اسلامی پس از جریان بازگشت به اسلام یا همو احیای هویت اسلامی که نام تصفانه به غلط رفتن و این بیداری اسلامی را یا بگیم که این جنبش بازگشت به صدر اسلام را به سمت بسیار بدش هدایت کردن و به سمت بد اینا کشاندن جهت دادن اینها در سرزمین های مختلف به نام های مختلف بروز کرده که در افغانستان هم اصل امی اندیشه است شما ببینید این اندیشه در سرتاسر سر افغانستان متاسفانه در خیلی جاها نفوذ کرده ما یک نمونه بر شما میگم زمانی که اردوی ملی افغانستان و دولت و نیروی امنیت یک تجمع کلانی از طالبان را در دشت ارچی مورد حمله قرار داد در اونجا تعداد زیادی از سران طالب کشته شدند سران توریست ها کشته شدند و البته متاسفانه یک تعداد افراد بیگناه هم که از مردم محل اونجا جمع شده بودند اونها هم متاسفانه تلف شدند شما دیدین که از جاهای مختلف به حمایت از اونها صدا بلند شد و نیروهای امنیتی را دولت را محکوم کردند و اینها یک شبکه های درست کرده امروز متاسفانه از تخار گرفته تا بدخشان تا هرات تا خیلی جاهای دیگه حتی میبینین که یک اعلامیه این صادر شده از طرف نمیدونم در علوم هرات از کجا هست که ما دیشب رسانه های مجازی رو دیدم که <متصفح> اینا آمده علنا همه بحث را مطرح میکنه که میلاد گرفتن برای پیامبر و جشن گرفتن برای میلاد پیامبر بدعت است و شرک است و کفر است و کسانی کار میکنن مرتد خب ببینین این اندیشه ها باعث میشه که در بین مسلمانان قتل مسلمان ها را رواج بده پس یکی از عوامل حمله پریشب حمله ایدولوجیکی، دلیل ایدئولوژیکی است و متاسفانه امو دشمنان ما به مسائل تفریق های مذهبی و فرقایی دامن میزنه که به حد اینا در افراد و در خشونت گام خود را بالا بر می داره و پیش میره که قتل دیگران را برای خودشان جایز میدونه و قتل هم قتل های دست جمعی مثل پریشب و سای دیگه ای یک دلیل نکته سوم که ما میخوایم به دلیل دومی قضیه بپردازم دلیل دلیل استخباراتی است دلیل استخباراتی به این معنا که در و آخر گفتگوهای صلح هرچند با طالبان به نتیجه نرسیده ولی خب بازار گفتگوهای صلح گرمه چند روز پیش در مسکا و سفر دو بار سفر زلمه خلیلزاد که در کابل و در قطر و در اسلام آباد و جاهای دیگر رفت و سفرهایی داشت و در نهایت در افغانستان مشاره هایی داشتن و دولت افغانستان هم در حال رایزنی است که بتانه او برد مشارعتی صلح را تشکیل بیته در مجموع و طالبان هم اعلام آمادگی کردند که بیشنن و یک دور نشستن و موضوع های نسبتا شفافتر شده استخبارات منطقه به دنبال عزیز که افغانستان همچنان ناامن بمانه و به دنبال عزیز که از درون طالبان و از درون گروه های تروریستی مثل طالبان و داعش و حقانی و سایر گروه های منحط دیگه ای که اینا به خون مردم تشنه هستن از درون از اینها گروه های دیگری را باز جذب بکنن که اگر احیانا هنوز البته معلوم نیست که طالبان صلح بکنه چون طالبان قسم خوردن که تا مردم افغانستان را نابود نکنه یا باید نابود بکنه یا با دوره ارتجای خودشان برگردانه طالبان یک از دو هدف بیشتر نداره یا مردم افغانستان کلا نابود شوه یا مردم از همو اندیشه های سیاه و پلید و قرون وسطایی از اینها پیروی بکنه من بعید میدونم که طالبان به صلح برگرده حالا احیانا اگر اینها به صلح برگرده اینا بتانن گروه های دیگری رو دوباره فعال بکنه که اینها دوباره هم دست به خشونت بزنند دوباره افغانستان رو ناامن بکنه و نگذاره که در افغانستان یک نظام ثابت و یک نظام مقتدر شکل بگیره این دو تا دلیل وجود داره دلیل ایدئولوژیکی و دلیل استخباراتی و سیاسی حالا حکومت افغانستان میگه این کار کشورهای همسایه است ظاهرا زمانی که حکومت افغانستان و مسئولین حکومت افغانستان کشور همسایه میگن بیشتر هدفشون پاکستان است من حیث لانه امن تریزم و دهشت افغانی و مسائل دیگر مسائل هستند که اشاره است به کشور همسایه پاکستان حالا تا چه حد میتونه این مسئله توجیهی باشه به اینکه حکومت چرا امنیت شهروندان را در سطوح مختلف نمیتونه برآورده بسازه بازم دو نکته میخوایم ارز کنیم نکته اول کشورهای همسایه ببینید ما نباید فقط سمت پاکستان انگشت خود را گرچه پاکستان عمدهترین مرکز برای پرورش سوق اداره و تقویت مادی و معنوی طالبان و گروه های تروریستی از این دست هست شما میدانید که از مولانا سمیع الحق در حقیقت باید رو سمیع الشیطان گفت سمیع الجهاله و تکبر باید گفت و او رئیس شورای علمایش که مولوی اشرفی میگه چی میگه که آدم های فاسد آدم های فاسق اینها خود را به عنوان پشتوانه های فکری و معنوی گروه های تروریستی معرفی کردند و متاسفانه اینها همیشه از اینها حمایت کردند و در افغانستان جنگ را واجب می‌دانند، در پاکستان حرام می دانن. یک اسلامی که یک طرفش مثل یک بومی که دو تا هوا داره یک طرفش می یک طرفش گرمیز. متاسفانه پاکستان بله یک از مراکز هست اما ما نباید از نقش ایران غافل شدیم امروزه بخش از طالبان در فرا و حوزه جنوب غرب توسط ایرانی ها برای ناامسازی حوزه جنوب غرب برای جلوگیری از مدیریت آب برای جلوگیری از پروژه تاپی و هزاران هدفی که اینا هدف های استخباراتی که داره تقویت میشه روسیه به خاطر که بتونه منافع آمریکا رو در افغانستان ضربه بزنه از طالبا حمایت میکنه من به این سه تا کشور میخوایم عرض بکنم که تا کی میخواین از خون مردم به افغانستان تقضیه بکنیم هر سه تا کشور در قطر, قطر خونی که در افغانستان میرزه دست زنا آلوده است اینا مسئوله و اینها محکومه و در پیشگاه خداوند متعال اگر خدای اینا باور داره که هست اینا دو تا ایشان کشور اسلامی هست هم پاکستان خود جمهوری اسلامی میگه و هم ایران خود جمهوری اسلامی میگه ما به اینا خطاب میکنم اگر شما باور دارید که خدای هست در قطره قطره خون ملت شما شریکت فردا باید جواب گو باشید <تصفح> و روسیه هم همین میگم که روسیه تو از اشغال افغانستان و ریختن آن یکونیم میلیون شهروند افغانستان سیر نشدی که باز هم میخوای خونی مردم بریزی نقش کشورهای همسایه متاسفانه همیشه پررنگ بوده و هست اما نقش پررنگ کشورهای همسایه به هیچ عنوان مسئولیت نهادهای امنیتی ما را مسئول امنیتی ما را رفت نمیکنه اینها هم مسئوله ما تا جای خبر شدم که برخی از زایران امرالله صالح در صفحه خودش نوشته خواندم که چند شب، سه هفته پیش طالبان به هتل های اطراف میدان هوایی گفته بوده که شما باید ببندین هتل های تانه به خاطری که در اینجا مراکز دولتی زیاد میه و ما اینار مورد حمله قرار میدیم. شبنامه پخش کرده بودن و کتبند به اینا اختار داده بوده خب زمانی که دولت از اینجا خبر میشه قطعا ما مطمئنیم که دستگاه امنیت از این قضیه خبر داشته و اقدام درست نمیکنه و قضیه اجازه میده که چنین محفلی وقتی یک صاحب مورد تهدیده، اصلا اجازه برگزاری محفل نباید به به اون منطقه بده اگر هم اجازه برگزاری چنین محافل کلانی را مثلا 700 نفری 800 نفری 1000 نفری میتن باید امنیتش را به صورت قاطع به خب صورت جدی در مورد باید امنیت ساقای حسنی بله مسئولین هتل و همچنان کسانی که این محفل را برگزار کرده بودند میگن که اینا با وزارت داخله کشور گفته بودن که امنیت این جلسه را تأمین بکنن. اما وزارت داخله میگن به اینا گفته نشده موردی که حالا در مورد برقراری و تأمین امنیت جلسات مانند این جلسه که بالاخره انجامید به با یک حمله خونین وزارت داخله بر و ارگان های امنیتی دیگر حکومت میگه حمله را کشور همسایه انجام داده و در اینجا زمانی که ما میبینیم مدیریت و کنترل اوزا این چون مسائل زد و نقیز به وجود می نظر شما ببین من پیشترم عرض کردم شما همه همسایه های افغانستان دشمن همه همسایه ها فرض کن دشمن اه. ما باید خود محکم کنیم میگه مال خود محکم میگه همسایه رو دوزنی در مسائل امنیتی هم همین رقمه ما باید امنیت خود بگیریم ما باید دستگاه کشف خود فعال بکنیم عرض کردم وقتی که اختار کتبی داده میشه و در اونجا اصلا چرا اجازه برگزاری محفل داده میشه و از مسئولین محافل باید به این صورت پرسش شود که ما به وزارت داخل اطلاع دادیم کفایت نمیکنه آیا شما مکتوبی کتبی دادید یا ندادید اگر مکتوب کتبی دارید و مقامات تای مراحل کردید و این امنیت نگرفته تقصیر از ایناست و باز هم خود امنیت باید قدر هوشیار باشه زمانی که خبر میشه که در فلان جا ولو اونا غفلت کردن و اصلا اطلاع هم ندادن شما زمانی که متوجه شده که این محفلی کلانی گرفته میشه و این ساحه مورد هم هست شما چرا سایر ارگان ها را هماهنگ نکردید امنیت خودش باید خبر شود اگر امنیت افغانستان اینقدر خوب برده است که از, از برگزاری یک محفل مثلا 700 800 700 نفری 800 نفری 1000 نفری خبر نمیشه پس فاتحه امنیت باید خواند اگر خبر شده که چنین محفلی برگزار میشه ولو اطلاع هم نداده تو وظیفه است که باید امنیت از اینا بگیری به عنوان چشم یک دولت ببین ریاست امنیت به عنوان چشم دولت عمل میکنه در همه جا اینا باید ببینه و در همه جا باید اینا باید مواظب باشه به با ارگر... گارنیزون باید اطلاع داده شود به حوزه هم منطقه باید اطلاع داده شود به قماندانی امنیه کابل باید اطلاع داده شود اینا نشانگر همو عدم هماهنگی است چند وقت یک هماهنگی خیلی خوبی به وجود اومد بین ریاست امنیتی کابل و همچنین قماندانی امنیه کابل در این فکر کنم که یا یک مقدار کمتر شده و الا این گونه حملات صورت نمی گرفت و معمولا در این طور مناسبت ها ما من تا جایی که خبر دارم ریاست امنیت ملی و قماندانی امنیه قماندانی امنی کابل اینا به صورت مشترکان یک کمیته مشترک روی برگزاری مراسم ها کار میکنه تامین امنیت از اینا کار میکنه من نمیفهمم که چرا از چنین محافل اینا غفلت کرده حالا این چراهایی است که از مدت زمان خیلی زیاده بر الفاظ و در افکار می گنجد اما تا حال پاسخ چی بود مسئله مهمتر از آن است بسیار زیاد تشکر می کنیم آقای حسنی تشریف آوردین و با ما در این بحث اشتراک کردیم سپاس با نام خدا سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز به ویژه کسانی که مکنون نظارگر برنامه آغاز روز هستید ما از است استدیو هراب در خدمت شما هستیم و اینجا در استدیو جناب آقای سید محمد شیرزادی رئیس حج و اوقاف هرات با خود داریم و با ایشان بیشتر در مورد رویداد روز شنبه در کابل صحبت خواهیم کرد جناب رئیس اپیزود خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز و گرانقدر صبح همه شما بخیر سوال ممنون از اینجا با شما آغاز بکنیم با پرسش این سوال که خود نفس انجام عملات انتحاری از دیدگاه اسلام اگر یک بررسی داشته باشیم چگونه است آن هم رویداد انتحاری که در مراسمی که به خاطر میلاد پیامبر اسلام برگزار شده باشه و دقیقا در روز میلاد پیامبر اسلام یقینا که روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز خاتمه بر جنگ و اختناق و اختلاف و برادرکوشی و تعصبات قومی و نظام, نظام, طبقاتی در جهان بود ولی متاسفانه و انسان که گاهن با روکش دینی و مذهبی می و الفبای ابتدایی عقیده اسلامی و اندیشه اسلامی و قرآن عظیم و شن و سنت و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نمی فهمند اونها حرمت ایروزر و حتی حرمت قرآن کتاب پروردگار نگه نداشتند و دست به حمله بسیار ددمنشانه زدند که جز از انسانهای قسی قلب و کسایی که صفت در اندخویی حیوانات در رشد کرده باشه دست به چنین عملی نخواهد زد بارها بیان شد که خودت انتحاری و کشتن افراد بیگناه و در ملای عام خود در انفجار دادن از دیدگاه اسلام حرام مطلق و به نص سریح قرآن عظیم و شن لعنت شده و کسی که بیا حتی یک مسلمان رو به قتل برسانه حال کسایی که چون این را انجام میدن ما باور و عقیدی مبری هست که اینها یعنی کوچکترین سواد دینی ندارند فقط کسایی که با تبلیغات احتمالا احساسی و برنامه ریزی شده و یک استراتژی مشخص از طرف سیاست های جهانی اینها دست به چنین حملات میزنند و متاسفانه که بارها و بارها ملت و فامیل داغدار ساختند و اونها در سوگ ماتم نشاندند که به حادثه دو روز قبل در هتل اورانوس نیست یکی از همو حوادث دلخراشی بود که متاسفانه بار دیگر امت اسلامی و ملت مسلمان افغانستان را به سوگ و ماتم نشاند الله تعالی در آیت قرآن عظیم و شن می فرمد که و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هر کسی مسلمان ار قستن اور میکشه و به قتل میرسانه جزا از او جهنمه او کسایی که با تعبیر ساده و با او جهالت و حماقتی که دارن فکر میکنن که با این حملات راهی بهشت خدا خواهند شد باید این تصویر برای از اونها خیلی واضح و مبرهن بشه که الله لعنت میکنه، پیامبر لعنت میکنه، فرشته های الله لعنت میکنن مخلوقات روی زمین الله لعنت میکنن او انسانی را که یک انسان هم نوع خود دیموجید به قتل برسانه و حال وقتی میه یک کتله بزرگیر بی پدر می سازه بی برادر می سازه بی شوهر می سازه یعنی یقینا که الله متعال اعلان براعت و بیزاری میکنه کنه از همچون اشخاصی که اینا وارد بهشت الله بشن و یقینا که موقف شریعت کاملا مشخص هست این حملات ددمنشانه هیچ محلی از اعراب در عقیده و اندیشه و فقه اسلامی نداره و فقط سوء تعبیرهای احساسی و سیاست مدارانه است که پلانهای شوم سیاست مداران جهانی در پشت یک دخیل است و ویدیویی که از لحظه انفجار در شبکه اجتماعی و رسانه نشده شده انفجار دقیقا زمان رخ میده که در داخل محفل تلاوت قرآن صورت میگیره محفل به خاطر میلاد پیامبر و در روز میلاد پیامبر و کسانی که اشتراک کردن اکثران علمای دین این چی رو میرسونه که شما یک نفر بیاد در لحظه که قرآن تلاوت میشه در یک مراسم دینی بیا دست به فجار بزنه و افراد بیگناه به خاک و خون بکشنه از منظر شریعت اسلام فرق نمی کنه که علما کشته شدند یا غیر علما کسایی که در حملات دیگر در پایتخت و در ولایات مختلف جان خود را به خاطر حملات از دست دادند خون هر مسلمان در پیشگاه الله ارزش و جایگاه بس بالا داره حتی آبروی یک مسلمان ریختاندن از او از ویران کردن خانه کعبه از الله متعال سختتر و دردناکتره چی بس آب باز حرکت بشه و ای داخل محفلی که در اونجا تلاوت قرآن عظیم و شن میشه و به خاطر سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار میشه این نشان میده که این دشمن تنها یک قشر خاص سر هدف قرار نمیده و ای از دریچه دین هم وارد نشده فقط از دین به عنوان یک ابزار استفاده میکنند تا یک توجیه غلط بکنند اما اینها در کل دشمنان دین اسلامند دشمنان این ملتند و خواستار این که ای ملت در سوگ و ماتم ملی بنشانند و سرمایه های مادی و معنویر به تاراج ببرند تا زمانی که به اون اهداف شوم و پرید خو در این کشور دست یازند و دست پیدا بکنند تا اون زمان این های حملات ددمنشانر انجام میدند و یقیناً که این نهایت صفاک بودن و حماقت و جهالت و خونخار بودن این افراد نشان میده که یعنی هیچ احترامی و وقعی به کتاب الله متعال و شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها ندارند و نخواهند داشت و اینها در گذشته هم نداشتند این و نقش آلمان دین در همچون شرایط از دید شما چگونه است و باید رسولت خودت چگونه انجام بدن حالا ما اگر یک بررسی داشته باشین قبل از این فجارها در اهداف مشخص انجام میشد و طیف مشخص از مسلمان هدف قرار می گرفتن این بار باز یک طیف مشخص دیگر یک بررسی اگر داشته باشین ممکن یک از اهداف دشمن از تحریزی و انجام چنین حملات ایجاد تفرقه باشه در همچون شرایط وظیفه علما چیست از دید شما بارهای مطلب بیان شده که از جایی که ایجاد وحدت اساس و شیرازی عزت و اقتدار و قوت و قدرت یک ملت هست و فرمان الله در قرآن از این شنه که به بحبل الله جميعا تفرق ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم و احادیث نبی علیه الصلاه و سلام المؤمن للمؤمن كالبنيان یه شد و بعده و بعدا که مسلمان برادر مسلمانه و پیوند ما به خاطر لا اله الا الله هست و باز هموطن و هم نوع یک دیگر هستیم یقینا که در ایجاد و تحکیم مسئله وحدت این حملات بزدلانه و خفاشان خدا نترس هیچ وقت نخواهد توانست که تنش‌های مذهبی در اینجا ایجاد بکنند و هر قدر که اینها تلاش بکنند هر قدر که برنامه بکنند هر قدر که با پیروی از ارباب خود شیطان بخواهند و شیطان های انسی دیگری که اینها رهبری میکنند بخواهند که اینا ملت به جان یک دیگر بندازند و الله سنی شیعه دوست داره شیعه سنی دوست داره پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک و ترکمن و عرب برادر یکدیگرند پیوند از اینا با, 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 با مسائل عدیده و مختلف از جمله ایمان با هم گره خورده و هیچ چیزی جز مرگ اینهار از یکدیگر جدا نخواهد کرد و اون مرگی هم که به سراغ میه چون سنت طبیعی که هر انسان از دنیا باید بره اما باید بدانم که یعنی تمام هزینه خود را مصرف بکنند کوچکترین خلل در نظم و در وحدت ان شاء الله ایجاد نخواهند کرد و همایش های بزرگ مردمی که برگزار میشه با وجود انجام حملات تروریستی عدیدی مختلفی که اینا در اماکن مختلف در این کشور و از مینه مختلف انجام دادن تا به حال نتوانستن صف واحد متشدد بکنن و از به بعد هم نخواهند توانست و حال ملت بیش از پیش اینها میشناسه که اینها دشمن قرآنند اینها دشمن پیامبرند اینها دشمن اسلامند اینها دشمن دین خدایند اینها با الله سر ستیز دارند زیرا این، کسایی که اینها به قتل میرسانند اینها همو بنده های الله که سر در پیشگاه الله به سجده میگذارند ایمان به الله دارند به پیامبر دارند به کتاب الله دارند ولی انجام حملات نشان میده که قلوب او بدبختا از ایمان خالیه اگر ذره ایمان در قلوب از اونا میبود چنین این انجام نمیدادند و اما علمای امت اسلامی انشالله که بیش از بیش باید بیدار بشن که جنگ در حقیقت به خاطر تأمین منافع سیاست های مقرزانه و پلیدی است که به صورت استراتژی و هدفمند در پشت قضایا کار میکنند و اینها نه به منفعت مذهبه، نه به منفعت دین نه به منفعت اسلامه بلکه جنگ از اینا به خاطر ریشه ساختن اسلامه مسلمین و ایجاد تفرقه و از او جایی که علما رهبرای دینی مردم هستند و مردم در امر دین آگاهی میدهند و اونها روشن میسازند نسبت به مسائل دین باید که در قسمت مسئله وحدت هر چی بیشتر صحبت بشه و کارهای فرهنگی و مردمی صورت بگیره تا ما پایه های وحدت بیشتر تحکیم ببخشیم در, در کشور خود و در میان ملت خود و انشالله روز شنبه هم ما به خاطر شهدای کشور و علمایی که شهید شدند جوانانی که شهید شدند سربازانی که جان خود را از دست دادند در راه دفاع از ناموس و دین و ایمان ای مردم مراسم فاتح خانی به صورت عمومی از تمام اقشار در مسجد جامع بزرگ هرات انشاءالله برگزار می کنیم تا باشد که صف همدلی و اخوت و برادری ما مشت کوبنده باشه بر دهان و خفاشان خدا بی خبر که بدانند این ملت با تمام حملاتی که انجام میدین در پهلوی یک برادر یک و هیچ چیزی اونها را از یک دیگر جدا نخواهد کرد حالا شاید خواست مردم یا انتظار مردم از علمان دین این باش که یک اجماع عمومی از علمای دین شکل بگیره و اینها به گونه عمومی حملات انتحاری را رد بکنن و دیدگاه اسلام در این مورد نشت بکنند تا حالا کسایی که شاید ندانند ندانسته دست پم عملات بزنن ناگهی پیدا کنن و از این راهی گرفتن برگردن از دید خود شما کارنامه علما دین در این مورد چه، چگونه بوده چقدر تونستان علما در این مورد برای مردم و بر جامعه آگاهی دهی بکنن که عملات انتحاری حرام هست جواز نداره و رد هست از دیدگاه اسلام در قسمت علمای بزرگوار ما در گذشته هم در همین هرات در حملات مختلفی که صورت گرفت علما تجمع بسیار قوی داشتند و فتواهایی که از طرف جوامع مختلف در بخش علما و روحانیون صادر شد مبنی بر تحریم انتحار و تحریم کشتن افراد بیگناه اصلا انسان وقتی سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو و پیامبر علیه السلام در مقابل دشمنانی که صف اونها مشخص بود در مقابل دین قرار داشتند در مقابل پیامبر قرار داشتند هر روز دسیسه می به خاطر ترور شخص نبی علیه السلام و آزار و اذیت می کردند مسلمان ها خانه و کاشانه و مال مسلمان ها گرفتن اونها از وطن اینا بیرون کردند پیامبر علیه السلام وقت مکه مکرمه در سال هشتم هجری میرند اونجر فتح میکنند همه معاف میکنند و در هر جنگی که پیامبر علیه صلات و سلام در مقابل دشمنا قرار میگیرند در حالی که آتش جنگ از طرف دشمنا شول ور میشد به خاطر نابودی اسلام و پیامبر و مسلمان هایی که در اون بودند پیامبر علیه صلات و سلام میگن که شما زنهار نکشین، جوانار نکشین، اطفال نکشین افرادی که در صحنه جنگ حضور ندارند ولو که با شما هم عقیده نیان اونها را از بین نبرین چی جا که انسان بیا یک مسلمان او هم به نام اسلام را از بین ببره یقینا که بارها تجمعات صورت گرفته و زودی انشاءالله که جمعیت کثیری از علما در راستای تحریم یه حملات ددمنشانه و حیوان صفتانه دوباره تجمع خواهند کرد و این مسائل بیان خواهیم کرد و این اثرات بسیار مثبت هم داشته خیلی از جوانای ما دیدیم که با او با اندیشه سطحی که متاسفانه داشته و با او با حالت احساسی و شوری که در وجود از وابده بدون تجزیه و تحلیل اوزاق همچو عقیده و باور داشته با این خود جبهگیری علما در قضیه و موضع قاطع علما پس دوباره از او حالت برگشتند و انشاءالله در روز شنبه هم در مراسم فاتحه عمومی که در مسجد جامع هست روی از این قضیه به صورت قاطع و جدی از منظر شریعت این قضیه کاملا بررسی خواهد شد و حکم شریعت در قضایا به صورت عمومی در او جمع هزاران برادری که به خاطر یاد بود از شهدا و جوانان و بزرگان و علمایی که رفتند ان شاء الله بیان خواهد شد انتظار مردم همواره از علما زیاد بوده چون نقش علمای دین در موارد گوناگون پررنگ بوده و تاثیرگذاری زیاد داشتند ما گزارش های داریم موارد مختلفی که حتی در برخی از موارد حتی در برخی از ولسوالی های مناطق نام با علمای دین یا مسئولین امام جماعت حتی حاضر نیستند نماز جنازه یک سرباز نیروهای امنیتی رو در این موارد فکر میکنید علماء هم نقش و رسالتی که با باید میداشتن اجرا کردن یعنی نیاز از بیشتر در این مورد کار باشه یقیناً علماء با هم یکسان نیستند هستند کسایی که به واقعیت قلب تپینده و تپشگر به خاطر رشد و ترقی ملت دارند و متاسفانه هستند کسایی که به خاطر جبر و اکراه و فشاری که از طرف دیگران سر از اونا وارد میشه چون این اعمالی را انجام میدن و تعداد متاسفانه نافهمیده از, از قرآن و از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و یعنی متاسفانه چون این اعمال از اونا سر بزنه سکوت بکنن در این قضایه ما حتی در هفته گذشته ما یک پروژه مسجد در یک از ولسوالی های هرات میسازیم یکی از انسان هایی که فکر نکنم کوچکترین سواد دینی داشته باشه میه با او شرکتی که قرارداد شده که این مسجد را آباد بکنه میگه برای ما سهمیه بده در غیر صورت کار و مسجد را باید تعطیل بکنه ما شخصا با او تلفنی صحبت کردم که تو خب مسئله جهاد در مطرح میکنه آیا ساختن مسجد جهاد نیست آیا که ما بیایم خانه الله را آباد بکنیم غیر از اینه که قرآن از این مشن میفرمایه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر مسجد جز کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره کسی دیگری بنا نمی کنه اینایی که آمدن های مسلمان نیست او مسلمان ها نیاز به مسجد ندارند یک عبادتگاه ندارند که الله در اونجا سجده بکنند با کمال و قاهت و بیشرمی میگه که ما با از بالا بر ما دستور رسیده که از این پروژه پول باید برای شما بدن اگر پول تفویز نشه ما کار رو بند میکنیم اولا اگر ولی... این پروژه مسجد باشه و مردم هم به نیاز داشته پروژه مسجد هست یکی از مسجد جامعه های بزرگی که اشد ضرورت در اون, در اون منطقه و مردم بیچاره در سرما و در گرما در زیر آفتاب و در زیر باران و برف در اونجی نماز جمعه را ادا می کنند این انسان از خدا بی خبر میگه که کار مسجد باید تعطیل بشه در غیر اون صورت باید برای سهمیه داده بشه خب لازم هست که اینها از دیدگاه قرآن کاملا بیان بشه از دیدگاه سنت پیامبر صلی الله علیه و بیان بشه والله که خدمت بدین نیست این جنگ با دینه متاسفانه که با او با تفکر سطحی و قشری که در افراد هست حرکت میکنه به نام دین میایه باجگیری میکنه اون هم از پروژه‌ای که در اون مرکز تربیت اسلامی و مرکز انتشار عقیده اسلامی و اندیشه اسلامی و سیرت پیامبر و تفسیر قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هست بنابراین ما در گذشته هم روی از این قضایا ترکیز و تمرکز بوده و انشاءالله بیشتر روی از این قضایا صحبت خواهیم کرد و اکثریت تأثیرها به خاطر نبود حاکمیت بسیار قوی نیروهای امنیتی ما در همون مناطقی است که متاسفانه علما چون این عمل نشان میدن در غیر آن صورت سربازهایی که امروز در اردو هند اینا از کجا هند غیر از اینه که یا برادر من هست یا برادر شما هست یا فرزند خود امام مسجد و خطیب مسجد همون لا اله الا الله میگه در آغوش پدر و مادر مسلمان کلام شده به قرآن ایمان داره به پیانبر ایمان داره به خاطر همین مردم والله که اگر همین سربازا نباشند یعنی نماز خود را چگونه میخوانید وقتی امنیت نباشه در مساجد هم بند میشه امنیت نباشه تمام مراکز قرآنی هم بند میشه نیاز هست که روی از قضایه یک کمک بیشتر فکر بشه و انشاءالله به عنوان مسئول در این راستا تلاش بیش از پیش خواهیم کرد تا تنویر افکار بکنیم و بتوانیم انشاءالله در این راستا خدمت شایان به دین و به قرآن و به پیانبر و به امت اسلامی و به این ملت رنجدیده و این وطنی که سالهاست پیکر از این متاسفانه معلول هست و رنجدیده و, و هر روز تیرها و خنجرها و پیکری میخوره ان شاء بتوانیم که از این دردها بکاهیم بسیار اندک از زمان برنامه باقی مانده کمتر از دو دقیقه اگر بسیار فشرده در مورد برنامه های ماه میلاد پیامبر اسلام و یک مسابقه بزرگی که در هرات رو اندیشی شده اگر بسیار فشرده یک معلوماتی داشته باشید روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز تولد دوباره بشریت پیامبری که میاد به جنگ صلحر میاره به عوض بد اخلاقی اخلاق میاره به جهل علم و تفکر میاره به عوض برادر اتحاد و وحدت میاره به تعصبات قومی یک رنگیر در داخل اجتماع حکم فرما میکنه به نظام طبقاتی فاسدی که در او جوامی حکم فرما بود میاید ملت به صورت تعمیم یعنی یکسان قرار میده رنگ و نژاد و زبان و قوم و سمت و تعصب همه کنار میزنه و پشت و همه زیر پای پیامبر علیه صلات و سلام قرار میگیره لازم هست که مسلمان ها به خاطر تجلی دادن و روشن ساختن و واضح ساختن افکار نسل جوان سیرت نبی علیه صلات و سلام مراسم بزرگ و همایش های بزرگ برگزار بکنند تا تأثیر از اخلاق نبی، عقیده نبی علیه السلام و اندیشه پیامبر علیه السلام, و السلام ایجاد بشه که ما از این هسته از این نطفه های پلیدی که در حال تشکیل شدن به یک جنین و بزرگ شدن هست اینها در همون نطفه خونسا بشن با شناسایی از سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ما هم به خاطر ب... منتشر ساختن سیرت نبی علیه الصلا و سلام هفته فهم سیرت در هرات برگزار کردیم که بیش از ده هزار خواهر در طول یک هفته در او اشتراک داشتند و سیرت پیانبر می و مسابقه بزرگ سیرت پیانبر علیه الصلا و سلام برگزار کردیم که تا اکنون بیش از ده هزار محصل و متعلم در مسابقه اشتراک کردند و همچنین محافل میلادر را برگزار کردیم در مسجد جامعه بزرگ برای برادرها و امروز بعد از ظهر محفل و همایش بزرگ میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار میکنیم همایشی که پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی و جهالت هست و مخلوق فرستیر ختم میکنه و انسان را به الله میرسانه و سعادت و آرامش و وسعت نظر نسبت به هستی خداوند و پایان دادن به او دیدگاه های تنگی که خود انسان را نابود میکنه و هلاک میکنه امروز در تالار مولانا برای خواهرا همایش سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را برگزار میکنیم ان الله که در آینده هم بتوانیم در کاروان محبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت پیامبر علیه السلام و صحابی نبی ان الله بتوانیم که در راستا بیشتر گامهای عمیقتر و دقیقتر به خاطر تنویر افکار و قلوب برداریم سال ممنون است شما جناب رئیس سپزین که تشریف فردن برنامه سلام به این بخش برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید حمله بر همایی شماری از علمای دینی و هایی را در میان علمای افغانستان در پی گرفته است شماری از علمای دینی میگویند هدف قرار گرفتن اماکن مقدس و تجمع علما از سوی اشخاصی صورت میگیرد که به دین اسلام باور نداشته و نمیگذارن صلح در کشور برقرار شود در این مورد گزارش آمده نشر است چرا اماکن مقدس و تجمعات دینی همواره مورد حمله قرار میگیرد علمای دینی در واکنش به این حملات میگویند این کار از سوی استخبارات پاکستان صورت گرفته تا روند صلح افغانستان را مختل سازند چندین بار است تنها یک بار نیست علمای افغانستان به خاطر جمع شده بودند که سیرت نبی صلی الله علیه و تجلیل کند و روز میلاد نبی را تجلیل کند شماره دیگر از علمای دین در کابل حملات خونین شب شنبه بر تجمع علما را خلاف موازین اسلامی دانسته میگویند هدف قرار گرفتن اماکن مقدس و تجمع علما در هیچ دینی جا ندارد اگر مساجد است صدای صلح بلند میشه اگر تجمع علمای است علمای افغانستان است در هر جایی که تجمع کردن به خاطر صلح امنیت افغانستان پس کسایی کار را میکنن که اونها نمیخوان در افغانستان صلح بیا یا یک عمله وحشیانه و ظالمانا و یک عمله هایی که خلاف آموزه های دین مقدس اسلام بود و این را ما تقبیح کردیم و محکوم می نماییم و این حمله را کار دشمنان اسلام و کار علما و ملت مسلمان افغانستان می این حمله بر علما و روحانیان افغانستان در حال صورت می گیرد که شورای علما و سران مذهبی در این کشور از سوی مردم همواره با بیتفاوتی نسبت به جنگ افغانستان و حملات انتحاری متهم شدند اما علمای دینی می گویند آنها همواره از منابر مساجد صدای ختم جنگ و خشونت را بلند نگاه داشتند برای بحث بیشتر در این مورد آقای باز محمد رحیمی استاد دانشگاه در استیدیو با ما هستن آقای رحیمی خیلی خوش آمدیم با بحث امروز برنامه آغاز روز شکر سلامت و بخیر باشین در بله. در نخواست که از نظر شما این حمله می تانه کار کیها باشد چنانچه در گزارش هم دیده شد که گفته شد کار اشخاصی است که نمی سال در افغانستان تمنی شد بسم الله الرحمن الرحیم عرضی سلام و دارم خدمت شما خدمت همکارانی تحریکی و همچنان خدمت بینندگان شبکه جهانی آریانا نیوز مسلما حادثه اوران کابل یگانه حادثه بود که خیلی تکان دهنده بود و خیلی ظالمانه و وحشیانه بود نه تنها که انسانیت را مورد تهاجم قرار داد بلکه ای تقدسات دینی را شخصیت های دینی را وارثین و بازماندگان انبیا را که بخاطر از 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 مناسبت سیرت میلاد النبی صلی الله علیه و سلم جمع شده بودند و میخواستند خواستند او مجلس با تدویر محفل سیرت النبی افکار و اذهان و افعال و اندیشه های سالم علیه و سلام که نه تنها برای منافع تنها جامعه اسلامی بلکه برای منفعت و سعود جامعه و شریعت بود میخواستند خواستند علما ایره به بحث و بررسی بگیرند وزیبن موضوع صلح در افغانستان که یکی از ضرورت های بسیار مبرم و اساسی مردم افغانستان هست میخواستن بالای بحث بکنند که متاسفانه کسانی که عملا در تجربه ثابت شد که عادت دارند که باید اینها بالای ای انسانها ظالمانه و وحشیانه حمله شوند مثل که در طول تاریخ و خصوصا در سالهای اواخر در افغانستان ما و شما و همه جهان شاهد ای هست که ای پدیده متاسفانه از اخشار مختلف مردم افغانستان اعام زن و مرد و طفل و کودک و خرد و بزرگ قربانی گرفت این بار این گروه مقدسی را و این گروه که واقعا مقتدای مردم افغانستان هستند ظالمانه و وحشیانه مورد تاراج قرار دادن و تعداد دهها تن از علما و شخصیت های دینی را که بر منبر و محراب و مدارس و مکاتب و پوهنتون های افغانستان در زمینه ارزی تعلیمات دینی مسلکی تخصصی و تحصیلی برای مردم افغانستان خدمت میکردن اینا مورد این هدف قرار دادن بلی واضح هست که پس کی ها همچو عمل را انجام میتن واضح هست که کسی که با انسانیت مخالف است، با اسلامیت دشمن است، با افغانیت دشمنی داره و خصوصا با مسائل تامین امنیت در افغانستان و صلح در افغانستان دشمنی دارن. اینها هستند که برای همیش همچون حملاتی را انجام دادند و ای به مردم افغانستان و به جهانیان واضح است ولی آنچه که ما من این حیث یک تابعی افغانستان اینجا مهم میدانم این هست که تا هنوز آنچه که من میشنوام هیچ گروهی از مخالفین حکومت افغانستان جرأت نکردند که مسئولیت ای حمله را به دوش بگیرند اینجا حکومتی افغانستان یک بخش قضیه قرار داره و طالبان بخش دیگر قضیه است داعش بخش دیگر قضیه است و همچنان شبکه های دیگری که در افغانستان داخل جنگ هستند حکومت افغانستان این مسئولیت را داره که درست این قضیه را و بحث بررسی بگیره و این کنجکاوی بکنه که پشت قضیه ها بودند اگر طالب است اگر داعش است و اگر دیگر کدام شبکه دیگری هست با استناد حکومت افغانستان این واضح تا باشه که مردم افغانستان اما نفرت و انزجارشان را درست نسبت به یک قضیه اظهار بکنن بله. و الا حکومت در این قضیه متهم است بخاطر که از نظر قانون حکومت افغانستان مسئولیت تامین امنیت برای تمام اتباع افغانستان را به دوش داره و خصوصا علمای دین و شخصیت دینی را که برای همیش برای حمایه از ارزش های اسلامی تمامیت ارزی تقدسات دینی و مردم افغانستان و حتی حکومت افغانستان آماده بودند ولی هاذا حکومت و این مسئولیت را داره که در دا این زمینه درست کنجکاوی بکنه و معلومات واضحی را به ملت افغانستان و جهانیان ارائه بکنه تا باشد که یک جا مردم برای گرفتن انتقام از همچنین ظالمان و صفاکان دو هم قرار بگیرن و اینها را بر علاوه جزای جزایی که خداوند برای قاتل انسان های مسلمان بنا حق در آخرت و جهنم تعیین کرده است اینها ذریعی دستان پاک مردم افغانستان و جزای اعمالشان برسه و مردم افغانستان و بازماندگانی شهدای حادثه بزرگ شاهد مجازات همچو اموال صفاق و خونخار بوده باشند بله با اینکه تاکنون روشن نیست کدام گروه مسئولیتی حمله را گرفته اما طالبان سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود این حمله را تایید کرده بود برهده گرفته اما یک ساعت بعدش این حمله رد کرد میتونه این نشانگر چه باشه آنچه را که ما از طریق متخصصین و کارشناسان امور برها در زمینه همچه قضایه شنیدیم تحلیل ها و بررسی هایی که ما از داشته های و معلومات های خود که داریم این هست که متاسفانه شبکه هایی که در افغانستان کار میکنند اینا در اختیار خود نیستند اینا بر اساس فرمان و فرمایشات دیگر هستند که کار میکنند بله وقتی که ابتدا ان الله مجاهید سخنگوی گروه طالبان و مسئولیت این حمله را به دوش گرفت ما فکر میکنم که طبق معادات همیشگی که دارن و دوش میگیرن ولو که اگر در بحث از قضایه اونا دخیل هم نباشن خاطری که حضورشان را به طور گسترده در نقاط مختلف افغانستان نمایان بسازن یا بخاطر که موثریتشان را به شکل برای مردم افغانستان نشان بدهند ولو اگر دخیل بودن و نبودن گاهی ناگاه قضایه همچور را به دوش گرفتن ولی یه قضیه هست کنم خدمت شما که این قضیه قضیه بسیار است چرا در این قضیه بده ها عالم دین خطبا امامان مساجد شخصیت های دینی قربانی شد که تحمل این بسیار خیلی به نظر ما از توانی هر کی نخواهد بود ولی از وقتی که طالبان دیدن که این قضیه از آدرسی یک گروه تایید شد که آنها حرف از اسلام میزنن حرف از شریعت میزنند، حرف از عدالت میزنند. باز علمایی که عملا به خاطر رساندن احکام دین و شریعت اسلام در خدمت مردم افغانستان بودند، اینا رو باز چطور میتونه که هدف قرار بدن به این اساس بعدا آنها این کار کردند ولی رسما تا هنوز هیچ گروهی ما شاهد نبودیم که این قضیه را به دوش گرفته باشه بار دیگر حرف ما و تاکید ما بالای همی هست که اینجا امروز حکومتی افغانستان و خصوص ارگان های کشفی و ارگانهای های امنیتی در یک آزمون بسیار حساس قرار دارند از طرف مردم افغانستان از طرف علمای افغانستان و از طرف نهادهای دینی و اجتماعی در افغانستان که اینا در زمینه ای حادثه خطرناک معلومات دارن. درست و کافیره و اطلاع و خدمت مردم افغانستان باید که عرضه بکنند و ایلا حکومت و جایگاه حکومت موقف حکومت در این زمینه در بین مردم افغانستان و خصوصا علماء دینی زیر سوال است بله چه فکر میکنید که جایگاه روند گفتگوهای سال به کجا خواهد رسید با این حملات؟ من از جمله کسانی هستم که راهکار و طرح صلح ما ساختیم و ایرا خدمت جناب رئیس جمهور تقدیم کردیم و آنچه که گزارش پنامان رسید ای در معرض مطالعه شخصی رئیس جمهور قرار گرفت و مورد تایید هم از آدرس رئیس جمهوری قرار گرفت اما متاسفانه جزیات و طرحی که ما سرش فکر می تا هنوز به خاطر تامین صلح در افغانستان عملی نشد البته نشست در عربستان سعودی در کشور ترکیه و کشور اندونیزی از جمله ترهای مندرج برنامه مندرج در مطرح ما بوده باز هم ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان حساسیتها ها را درک بکنن و تلاش بکنن برای تحمیل سال و از شخصیت های ملی افغانستان از علمای دینی افغانستان و از شخصیت های برجسته مذهبی در افغانستان که واقعا جایگاه بزرگی در میان مردم افغانستان و حتی در میان مخالفین حکومت افغانستان هم دارند اینا باید از اینها از داشتهها و ظرفیت های اینها از مکانات اجتماعی اینها برای تأمین صرف در افغانستان باید درست استفاده بکنه اگر ما مسئله صلح و تامین صلح در افغانستان را محاول بکنیم برای یک دو سه افرادی که متاسفانه تجربه در زمینه ندارند و عملا ما دیدیم در نشست های بین المللی که به خاطر صلح در افغانستان ساخته شده بود و آنچه که توقع مردم افغانستان از اینها بود متاسفانه او نقشی را و او برای زندگی را اینها نداشتند حکومت افغانستان از علمای جهیدی افغانستان از شخصیت های برازنده و ملی افغانستان به خاطر تامین صلح در افغانستان استفاده بکنه خوب است که در کنار شورای عالی صلح در افغانستان حکومت تصمیم داره که کمیسیون دیگه ای را در زمینه تشکیل بده ما ارزو دارم که در قسمت گمایش افراد در این کمیسون حکومت یک اندازه دقیق و عمیق باشه و شخصیت های شایسته را در این کمیسون جا, جا بکنن تا باشیم که ما به یک صلح برسیم و الا تا زمانی که ما افغانی ها به یک صلح بین الافغانی نرسیم و به او تاکید نکنیم و تا زمانی که ما اعتماد در بین خودمان نسبت به یک دیگرمان کمایی نکنیم و مطمئن نشویم با این نشست های بیرونی و با این توجهات بیرونی ما اگر امید و توقع صلح در افغانستان بکنیم به نظر ما این خیال است و محال است و جنون چرا هر کشور منافع ملی خود و منافع سیاسی خود در اولویت هایی کاریشان دارن طبیعی است که اگر ما توقع از روس بکنیم از چین بکنیم از عربستان سعودی بکنیم و اگر اگر از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها بکنیم به نظر ما این نبودی پختگی در جهت تامین سال در افغانستان در وجود ما چی در وجود شخصیت های ملی و چی در شخصیت های سیاسی نشان میده ما افغانی ها حتی پیامی ما برای گروه مخالفین حکومت افغانستان هم این هست که جنگ رای حل نیست بین ما افغانی ها گرده هم جمع شویم گرده هم یک جا با هم حکومت مشترکی را بسازیم اگر موضوع مسئله خروج نیرهای بیرونی هست ما باور دارم که دایه همه مردم افغانستان هم این هست و علی نه از طریق جنگ نه از طریق درگیری و نه از طریق خندریزی از طریق سال از طریق منص... منطق و از طریق بصیرت اسلامی و انسانی و ما بتانیم با یک راه کار درستی گرد هم جمع شویم و تامین سال در افغانستان عملا صورت بگیره و در آن صورت هست عملا باز نیازی برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان و هیچ خارجی دیگری ما نمیبینیم در آن صورت باز ما به زندگی مسالمت آمیز دست می و الا اگر ما ایرا از پشت درهای ویساب بسته و از پشت جنگ ها و سنگر های و حملات حساب نظامی ما بگیم که بیرونی ها از این وطن براین و ما میتونیم از این طریق با صلح در افغانستان میرسیم به نظر ما این نتیجه بخش نیست بله حالا آقای رحیمی شما یاد کرد از کمیسیون جداگانه به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح چه فکر میکنید که چرا همین اشخاص را در چوکات شورای عالی صلح استخدام نمیشه این که مقرر نمیشن به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح حالا این چه معنی میده در کنار شورای عالی صلح اگر دارای دیگر کمیسیون دیگر ایجاد شود به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح چرا همین اشخاص در شورای عالی صلح جاگزین نمیکنن اگر اشخاصی هستن که واقعا میتونن صلح را در کشور پیاده کنن نتیجه را که تا هنوز ما از اجراعات شورای آلی صلح در افغانستان که ما میبینیم متاسفانه قناعت بخش نیست و اینچه از امکاناتی را که در اختیار اینها گذاشتن فرصتی را که در اختیار اینها گذاشته شده باید اینا تا هنوز به یک صلح خوبی دست میافتند طرحهایی را به بیرون از بخش های اجرایی حکومت شورای آل صلح به عنوان یک ارگان مسئولی اول تامین سال در افغانستان می داشتند که متاسفانه نداشتند بر علاوه اینکه حالا نیاز این, از این اشخاص کنار زده شوند یا نه در جایشان قرار بگیره و مصارف هم برشان صورت بگیره و صلاحیت هم داشته باشند و یک کمیسیون دیگر با مصارف دیگر هم ایجاد شود به نظر ما از کنار رفتن ها در افغانستان تانوز چیزی است بهتری است که ما همه گردی هم کنار بیاییم خوب است که آنهایی که در عرصه بلندی تشکیلات شورای آل سال قرار دارند ما مخالف موقف مقام هیچ کسی نیستیم ولی ما انتظار را که داریم متاسفانه به آن انتظار ما نرسیدیم به خاطر که به انتظارات مردم افغانستان خوبتر رسیده تانستا باشیم خوب است که اینجا یک بازبینی درست صورت بگیره اینجا باید گزینش های خوبی صورت بگیره از شخصیت های ملی دیگری که به مراتب من فکر میکنم نسبت به شخصیت های برجستی شورای صلح در جهت تامین صلح در افغانستان مناسب هم هستند مطمئن هم هستند و مدیریت هم میتونن و این توانایی ای ظرفیتشان هم دارن از این ظرفیت ها استفاده شود برای تامین صلح در افغانستان تا ما شاهد تامین درست و واقعی صلح در افغانستان بوده باشیم و الا اگر با روی یک ارتباط روی یک سلسله نزاکت های سیاسی روی یک سلسله مسلحت های با اسلاب استخباراتی اگر کسایی باز هم به این کمیسیون گماشته میشه به نظر ما باز ما باز هم انتظار سال از اینا نداشته باشیم چون در او حالت جز زیای وقت ما باز و به نتیجه دیگری نمیرسیم ولی بهتر این هست که حکومت افغانستان همانگونه ای که مسئول است شورای عالی صلح همانگونه که مسئولیت دارن با توجه به تجربه یک اندازه ای که در سالهای انجام وظیفیشان و دست آوردن اینا تلاش بکنن مشوره های خوبی رو به حکومت افغانستان بدن و به خواسته های مردم افغانستان اقناع ببخشن و احتناب بکنن و یک کمیسونی متشکل از شخصیت های علمی، شخصیت های ملی، شخصیت هایی که واقعا فرا قومی است، فرا است، فرا است، فرا حزبی هست از تجربه و مکانت و جایگاه اینها چی در میان مردم افغانستان و چی در میان حکومت و در میان مخالفین حکومت استفاده شود تا ما به اکسال درست و دائمی در افغانستان برسیم بله چه فکر میکنید که آیا صلح افغانستان به دست طرح حکومت و تصمیم حکومت افغانستان خواهد بود یا به دست اشخاصی که اهدافشان در افغانستان پیاده میشه در قضیه صلح در افغانستان شما ببینید که هر سال خو بعد از جنگ صورت میگیره و در جنگ شما میفهمید که نه تنها حکومت و مردم افغانستان بلکه جهان در یک قضیه دخیل است جنگ در افغانستان این جنگ مردم افغانستان نیست همه مردم افغانستان ایره می دانند جهان هم به ای نتیجه رسیدن این جنگ جنگ استخبارات منطقه است جنگ جهان است و جنگ و حساب قوت های جهانی است این جنگ جنگ اقتصادی است کشورهای دارای اقتصاد می در افغانستان من و بجنگند فلی هزا تنها با مردم افغانستان ای جنگ به نظر ما به نهایی نمیرسه اما آنچه که ابتدا ما میخواییم به عنوان یک گام اولی برای صلح بگذاریم ایست که ما مردم افغانستان اهم از رعیت و حکومت و مخالفین حکومت یک صدای واحد برای رسیدن به صلح بلند بکنیم و بیایم گرده هم بنشینیم و ما با یک صلح و با یک آشتی کلی برسیم در آن صورت هست که ما میتونیم به عنوان یک ملت واحد برای همه بیرونی ها باد پیام خدا با عنوان یک کشوری مستقل یک مردم مستقل و یک ملت متحد داشته باشیم و الا به این شیوی که فعلا جریان داره به نظر من بله اینجا قضایای هست دست های بیرونی هست در قضای سال افغانستان به بیرون از افغانستان کشورهای همسایه کشورهای منطقه کشورهای اسلامی و حتی کشورهای جهان میتونن اینجا تأثیر خود را داشته باشند و میتونه حکومت افغانستان و مردم افغانستان با وحدت نظری که اگر بتوانن که یک مرتبه ایجاد بکنن دنیا را برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و از می که بکشانه و اقناع بکنن و الا به تنها مردم افغانستان مسئله صلح و نظر من یک مشکل است و امروز که ما وقتی که صدا بلند میکنیم بالای مخالفین حکومت افغانستان که اینا بیان بدایی مردمی افغانستان لبایک بگوین به این معنی که اگر بیرونی ها به خاطر ادامه جنگ در افغانستان اینا را میکنه اینا را سپورت میکنه تقویه میکنه اینا بدانند که ادامه جنگ به نه تنها به نفع خودشان و به نفع مردمشان بلکه به نفع افغانستان و به نفع جهان و به نفع اسلام نیست به این افعالی از نظر تاریخ اسلامی وقتی ما نگاه میکنیم هر زمانی که علیه و سلام و یاران صدیقشان به جهاد اگر دست می در آوانی مجبوریت بود به جز از رای جهاد راهی دیگری باقی نمانده بود که آنها دست به جهاد می زدن. و الا قبل از این همه جنگ و درگیری مسئله مذاکره مسئله دعوت تبلیغ تنظیم وحدت انسجام چیزای اولی پیامبر علیه و سلام بود و ما باید از این حرکات اینها اسیری اینها باید الگو بگیریم و برسیم برای پذیرفتن یکدیگر و برای صلح و آشتی دائمی در افغانستان و الا اگر ایره ما پیش نگیریم ما فکر میکنیم با این دیدگاه مغرزانه و اقدامندانه ما افغانی ها زیر نام های مختلف به سوی یک دیگر ما نگاه میکنیم و حتی منجر به کشت خون و جنگ و درگیری و او هم در حالتی که بالاتر از چار ده همیشه که متاسفانه جنگ در افغانستان دوام داره به این شیوه ما به صلح نخواهد رسیدیم بله تشکر از حضور شما در بحث امروز برنامه آغاز روز موفق باشید تشکر دوباره خوش آمدید در بخش اخیر برنامه مرسل منصوری با شما هستم. آمار معلومات بایومتریک رای دهندگان یا برگه های رایدهی با برگه های رایدهی مقایسه نمی شود رئیس بخش فراوری کمیسیون و مستقل انتخابات می گوید یکی از دلایل مقایسه نشدن معلومات بایومتریک با اوراق رایدهی عدم به کارگیری این سیستم در بیشتر محلات و مراکز است نهادهای ناظر انتخاباتی می گوید باید آرای برگه های رایدهی با معلومات رای در دستگاه بایومتریک مقایسه شود در این مورد گزارش آماده نشر است از دستگاه بایومتریک برای ثبت اثر انگشت و چهرهنگاری رای دهندگان در روز انتخابات مجلس نمایندگان منجر به متفاوت شدن این انتخابات در افغانستان شد اما در روز انتخابات بسیاری از محلات و مراکز از استفاده این سیستم محروم ماندند با این حال رئیس فناوری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آمار معلومات بایومتریک رای دهندگان با برگه های رایدهی مقایسه نمی شود قابل مقایسه نیست به خاطر از اینکه ما در اینجا فقط دیتای رای دهنده را داریم نه دیتای رای را رای دیگه چیز است و معلومات بایومتریک که ما داریم از هر رای دهنده است وقتی که ما معلومات بایومتریک میگیم مفهومش این نیست که ما رای بایومتریک داشته باشیم ثبت مشخصات هر رای دهنده در دستگاه بایومتریک سبب شناسایی و ردیابی اشخاص می شود که بیش از یک بار در رایدهی شرکت کرده باشند. نهادهای های ناظر انتخاباتی خواهان مقایسه معلومات رایدهندگان با برگه های رایدهی اند. واقعا نمو ارقامی که در نتایج است امو ارقام در بایومتریک است یا خیر اگر تفاوت بین بایومتریک و ورق نتایج وجود می آمد این خوب بود که او تفاوت شناسایی میشد، معلومات دو اشاره شش میلیون دستگاه بایمیتریک سی و دو ولایت داخل زخیرگاه عمومی شده است و قرار است نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان شمار از ولایات در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم ده قوس اعلام شود برای بحث بیشتر آقای میرزا محمد حق پرس معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اینجا در استودیو با ما هستن آقای حق پرس خیلی خوش آمدیم با بحث بخیر باشید تشکر بپرسم که باز هم از شما شهر بیشتر شده داشته باشیم که چرا آرای بایومتریک و برگه های رایدهی مقایسه نمیشن؟ خب یک بحث تخنیکی است اما میتونیم که یک بحث عمومی و کلی کنیم سرش بیشتر از 20 هزار بایومتریک ما در کل کشور داشتیم در روز 28 و 29 میزان و همچنان پنج اقرب که در کندهار انتخابات بود این دوائیس ها به ذریعه اینترنت داخلی همراه سروری عمومی وصل میشه که همه داتا که در دوائیس های بایومتریک موجود می باشه به شکل اتومات از دوائیس با بایومتریک انتقال میشه مثل که رئیس ایتی گفت ډوایسها تنها ډاتای رای دهندګانه ده داره نه ډاتا مجمه ارای مردم یعن هر شخصی که خود ره د بایومتریک سفت کرده او ډاتا د بایومتریک ذخیره است بایومتریک کې به ذریه انترنت داخلي همراه سرور وصل میشه سرور ایره میتانه ای ظرفیته داره ای شناسای ره میکونه ککیها ارا تکراریر استعمال کرده که ها بغیر از لیست رای دهندگان رای خود استعمال کرده مثلا که ها او مراحل بایومتریک تی کرده این کلی موضوعات سرور عمومی یا شبکه عمومی را شناسایی میکنه که با شبکه عمومی در آخری یک نتیجه به رهبری میته که مثلا چقدر مردم خود را صفت کرده بود چی قدر آرای تکراری بود چقدر آرای غیر بایومتریک بود چقدر که ب آرای بغیر از لیست رای دهندگان ده بود چی معلومات که در بایومتریک موجود بود ناقص بود تکمیل نبود یعنی او طرز عمل که مطابق او طرز عمل کارمندای ما در روز 28 میزان 29 میزان و همچنان پنج اکرا بایومتریک استعمال میکرد مطابق او طرز عمل کلی دیتا باز رهبری از شبکې عمومي يا سرور ميگیره کيده ارتباط طالب بشتر از 2.6 مليون داتا از ډيويسوي بومېټریک به با سرورو مو منتقل شوده کي پروسه په لړن هم دوام داره یو چيز کي رئيس اي تي ام سره صحبت کړ کي مو د یو تعداد مراکز بدبخت نه باید وګويم کي قصتن عمدن بایومتریک خراب کرده و از بایومتریک کار گرفته نشده کمیسون در 28 میزان یک نامه را صادر کرده و پیسلانامه با وضاحت گفت در هر مرکزی که در هر محلی که واقعا بایومتریک مشکل تخنیکی پیدا کنه و ناظرین در جورنال هم به شکل کتبی نوشته کنه که در این محل ای بایومتریک مشکل تخنیکی واقعا مشکل تخنیکی داره به این اساس کابل تایید است به غیر از بایومتریک که مردم رای خود استعمال کنه آیا اما د جایی که مردم قستن بایومتریک خراب کرده قستن از بایومتریک استفاده نکرده یک بهانه برای بایومتریک جور کرده و به غیر از بایومتریک رای خود استعمال کرده ای برای رهبری و برای کمیسیون قابل تایید نیست در هر باز هم کمیسیون عالم د تلاش عزیز که او کل مراکز و محلات بررسی کنه و زیر تح... تحقیق و تحلیل بگیره در جایی که اوجه بایومتریک استعمال نشده خواست اعضاب سیاسی می بود که غیر از بایومتریک در هر جایی که در هر محلی که مردم رای خود استعمال کرده قابل تایید نیست اما کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی ماده 33 قانون اساسی که هیچ تب از کشور بغیر از رای دادن نمانه ای حق اساسی مردم است با مو خاطر بود که به 28 میزان یک فیصله نامه را صادر کرد که د جایی که بایومتریک کار نمی کند جایی که بایومتریک مشکل تخنیکی داشته باشه د دا جایی که بایومتریک رسیده انتقال شده شده نباشه د او جایی می میتونه مردم به غیر از بایومتریک را خود استعمال کنه به شرطی که ناظرین موجود باشه و همچنان ناظرین به شکل کتبی د جورنال نوشته کنه که د ایجا موجود نبود یا بایومتریک مشکل تخنیکی داشت و یا هم بایومتریک احتیاطی هم نبود به این اساس باز قابل تایید است اگر باز هم آواز و صداهای تقلب از او محل یا از او مرکز بالا شد باز در او صورت باز هم او مرکز او محل بررسی میشه تفتیش میشه تا که ما بدانیم در کجا مشکل است بل. آیا معلومات در دست کمیسیون هست که در کجاها دستگاه بایومتریک واقعا خراب بوده و در کجاها عمدن خراب شده این معلومات دارن که حالا بخواین تحقیق بکنن که آرای کدام مرکز را باید باطل بشمارن و کدامش واقعی است خب با جزئیات شگر با صحبت کنیم شاید در یک برنامه کلی موضوعات ما مطرح نتانیم اما د 28 میزان 29 میزان و د 5 اقرب که د کندهار انتخابات بود با ما یک سلسله مشکلات آمد و همچنان شکایت های مردم آمد که در کجا چگونه بایمیتریک مردم استعمال میکنه یا عمدن قصدن اوجا بایمیتریک خراب شده و یا از بایمیتریک استفاده نمیشه این مشکلات باز ما در یک فایل مشخصی را سفت کردیم این شکایات هم صفت کردیم پیشنهادهای مردم هم صفت کردیم که پیلند شما شاهدش هستی که بده ها مراکز پیلند زیر تحقیق است زیر بررسی است زیر تفتیش است هم از طرف کمیسون مستقل انتخابات هم از طرف کمیسون شکایت کمیسون شکایت هم بیشتر از دو هزار از شکایت صفت کرده که دیگه ارسا فکر میکنم تا دو هزار شکایت سرش تصمیم گرفته یک دو هزار تا دو نیم شکایت فعلا مانده زیر پروسه است که اونا او را بررسی میکنه هر روزه ما به ده ها مراکز بررسی میکنیم تفتیش میکنیم همه مشکلات که مردم با کمیسون گفته همه شکایات که با کمیسون رسیده ایره کلش بررسی میشه تفتیش میشه هر جایی که هر کسی که اگر او کارمندی کمیسون باشه اگر او مردم شخصی باشه مثلا مردم که از توفنگ استفاده کرده پساد کرده تقلب کرده کوشش کرده که انتخابات مهندسی کنه این کل موضوعات بررسی میشه باز میشه که ما یک معلومات مجموعی باز هم رسانه ها را شریک بسازیم بله. از اینکه قرار از فردا آمار ابتدایی یا نتایج ابتدایی ده ولایت هم و سیستم وارد شود در این ده ولایت یا بررسی و صورت گرفته که چنین مشکلی پیش نامده؟ در سیستم خماسی و سی ولایت داخل کردیم اما مم. از لحاظ پیسدی تفاوت داره مثلا ده ولایت از لحاظ پیسدی تکمیل شده یعنی به صد پیسد رسیده و باقی مانده ایش باز یک تعداد ولایت ها مثلا از 70 پیسد تا 90 پیسد زیر پروسس, پروسس است یک تعداد ولایت ها از 50 پیسد تا 70 از دا پیسد تا 20 پیسد هم. تو پیسدیش تفاوت میکنه اما کوشش کمیسون مستقل انتخابات است که در روزهای نزدیک یک تعداد ولایت ها را اعلان کنه لیست های نتایجش که در ارسا باز هم ما تاکید میکنیم که حجم کار سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است در این وقت ما سه ماموریت پیش میبریم ماموریت اول داخل شُدن د ډاټ تای بای میټ چک په سروری عمومي او همدارنګه معلومات از مراکیس یا نتایج به ډاټا انټری یا به مرکز معلوماتي ویلانیون یو ماموریت است ماموریت دوم بررسی از نظام انتخاباتی ولسی جرګه ماموریت شوم آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی د یک وخت سه ماموریت ته پیښ بردن کار دشوار است و کاری سخت است باز هم کمیسون کوشش میکنه که در روزهای نزدیک لیستی افتدایی نتایج از یک تعداد ولایت اعلان کنه بله به نظر شما از این که آرای بایومتریک حساب میشه و آرای اوراق حساب نمیشه فکر نمیکنید که مردم از حقشان باز میمانند و نتیجه حقشان نمیگیرند یا در دیر مشخص کچیر مورد تخنیکی ارخدیت پام موکو د ټکنیکی لحاظ څخه هم د خلکو راي مشته مهمه ده او هم د خلکو شناسي یا د دوی څرنګوالې چې آیا فزیکل فزیکلی دوی الته حاضر و او راي هم دوی استعمال کړي ده کستا سو یادوي په 2013 کال کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې اوازي دا وې چې اشخاص فزیکلی موجود نه و اما د دوی راي په سلګونو په زرګونو څندخونه توليدلې و د بایومټریک د دیدې فارو چې د تزمین کې چې یو شخص فیزیکلی راستي هم رایستې ملک او هم ځن په بایومټریک کې ثبت کی. یعنی کچې زموږ څخه واسي او څوک پښتنه وکی چې آیا تاسو عمر لري تر څلور ملیونې پوري چې دوی مثلا رایدې هندګان تر څلور ملیونې رسی شي آیا څلور ملیون کسان تاسو په د بایومټریک په ډایسونه کې موجود لري نو زموږ په وضاحت ډیر سرګندوی زکه هغه مرکزونه چې چی بوایم چیک نه دی استعمال سوې هغه مشته معلوم دي او حق مرکزونه چې بایمتریک استعمال سوی هغه پس حق پر gained, چرا در نخواست کمیسیون تلاش نکرد تا بخواد در تمام مراکز سیستم بایومتریک فعال باشد و بخواین در این مورد کار بکند تا سیستم بایمتریک هم استفاده بکنن و رای بدن در اواخر و خیلی کم بر برگزاری انتخابات باقی مانده بود که اعلان شد باید سیستم بایمتریک کار گرفته شود و این سیستم برای در انتخابات تلاش نی عمل کرد کمیسیون یعنی با 28 میزان 29 میزان در 5 اقرب چرا روشن بیشتر... نبود قبل از برگزاری انتخابات زمان اندکی و برگزاری انتخابات باقی ماند و درست همان زمان کار شروع شده عملی شد میم با این سوال تن بیشتر از 20 بیست... زمان کم داریم میشه درست است بیشتر از 20 هزار با میچیک ما وارد مراکز و محلات رای دهی کردیم 20 هزار ای که از اوج اوجا در محلات و دا مراکز از او استفاده نمیشه یا گاهی کارمندا مثلا پایین است یا نمی فهمه چطور استفاده کنه یا قصدا او را استفاده نمیکنه یا با یا مشکل تکنیکی به او وارد میکنه کنه صدمه می رسانه با, با, با دیوایس بایومتریک یک مشکل دیگه است اما در جایی که واقعا بایومتریک مشکل تکنیکی پیدا کرده ما راه حلش داریم و د دا ای عرصه بله، تشکر شما یک قرز بخیر یا آغاز روز موفق باشین و ممنون از شما هم تا این دم